زرنیم صدا میاد یا نه؟ سلام به همگی، سلام سلام. خیلی خوب، صدام پس خوبه. یکی دو دقیقه صبر کنیم شلوغ بشه، بعد مسیر ادامه بدیم. من جای سری تقلب واسه خودم نوشتم، گذاشتم پس زمینه که خیلی از مسیر پرت نشیم. یه چند دقیقه دیگه کلی مرورش میکنم و بعد با هم شروع میکنیم بریم سراغ موضوع مختلف. احتمالاً نیم ساعت یا هر چقدر که طول بکشه این نکته هایی که نوشتم با هم مرور بکنیم. چیز خاصی هم نیستم. بعد هر چقدر هم زمان باقی مون میتونیم بذاریم با هم دیگه سوال جواب داشته باشیم. محدود از زمان این را ظاهرن به یک ساعت. اینستاگرام قطع میکنه ویدیو رو بعد از یک ساعت، ولی اگر دیدیم که سوال زیاد مونده یا کسی موضوع خاصی میخواد ادامه بدیم، میتونیم یه بار دیگه لایف بشیم، یه نیم ساعت دیگه ادامه بدیم. خوش دیدم خودتی، مرسی. بیوگرافی هم میدیم چش. بازار کار همه اینا رو هم توضیح میدیم، گذاشتم توی نوتم. خیلی خوب بریم. اولی که از خودم بگم، دوستایی که با هم دیگه آشنا نیستیم، اول سلام میکنم به همتون. حمید کشفی هستم، 35 ساله، ساکن استکهلم سوئد. از سال 1390 فکر کنم میشد که اومدم سوئد، ساکن اینجا شدم. اول برای تحصیلات دانشگاهی اومدم و دیگه بعدم واسه کار موندگار شدم. کار تو این زمینه رو هم تقریبا میشه گفت از سال 80-81 بود حرفه‌ای شروع کردم. حرفه‌ای منظورم اینه که رسمی با جای قرارداد ببندم تو این زمینه کار بکنم، نه اینکه تو فروم یا چیزای دیگه فعال باشم. چند سال قبل از اونم توی فروم شقیر بود بیشتر فعال بودم، یا چند تا فروم خارجی. بیشتر کارهایی هم که کردم، بیشتر که نه، تقریبا تمام چیزایی که تو زمینه‌ای که کار کردم خودآموز بوده، ولی خب دانشگاه و کلاس و چیزای دیگه هم بوده که حالا میرسیم بهش. سال 81 که من تقریبا شروع کردم، اول بگم که هنرستان فنی حرفه‌ای بودم. اول رشته ریاضی فیزیک بودم و تویش کردم به فنی حرفه‌ای. همزمان هنوز فکر کنم هنرستان بودم، کلاس کتابای مایکروسافت رو شروع کردم خوندن، دوره MCSE اون موقع باب بود. بعد از اونم همزمان دیگه دانشگاه رشته کاردانی کامپیوتر بودم ساوه. و تحصیلات آکادمی خیلی تو اون زمینه میشه گفت پیشرفت خاصی نداشت، کمک خاصی بهم نکرد، ولی خب پشیمون نیستم. توصیه میکنم به همه که دانشگاه رو ادامه بدن، میرسیم بهش، میگم چرا.
ولی تقریبا از سال 82 بود که با یه شرکت مشاوره امنیتی توی تهران شروع کردم، بعدش وزارت راه بود و دیگه بعدش موازی با چند شرکت دیگه کارا ادامه پیدا کرد تا سال 1390 که دیگه با اجازتون بساط جمع کردیم رفتیم. امروز هم طبق حالا صحبت قبلی که کردیم با بچه ها قرار بود که دو تا چیز کلی رو مرور بکنیم. اول اینکه تو این زمینه چجوری شروع بکنیم، یه سوالی که خیلی همیشه از من پرسیدن، چند وقت پیشم توی توییتر پیغام گذاشته بودم که اگه کسی سوالی راهنمایی میخواد واسه شروع کار بهم بگه. تقریبا 20 نفری جواب دادم، کلیاتش حالا اینجا مرور میکنم. سوال مهم همه این بود که توی این زمینه از کجا شروع بکنیم. ولی خب هر کس هم یه پیش زمینه خاص خودش رو داره، همه معلومات اولیه‌شون توی سطح نیست، تجربه‌ای که دارن توی سطح نیست، به خاطر همین نمیشه یه راهنمایی به همه داد. ولی توی سه تا شاخه اصلی من اومدم اینا رو مرتب کردم که امروز میتونیم با هم مرور بکنیم، برای افراد مبتدی و تجربه متوسط و پیشرفته، و اینکه کلا میخوایم توی این زمینه شروع بکنیم داستان چیه، و قدم بعد که فکر میکنم بشه تقریبا اواسط یا اواخر بحثمون امروز که شرایط کار خارج از ایران چجوریه، که خیلی کنجکاون بدونن چجوری شروع بکنن، کجا اپلای بکنن، چه مطلبایی به درد بخوره یاد بگیرن، چیزا اینجوری با هم مرور میکنیم. اول بگم که سوئد که من اومدم دانشگاه رشته امنیت بود، یه دونه لیسانس نتورک سکیوریتی بود که من شروع کردم. مباحثش هم جالب بود به خاطر اینکه ایران من قبلا کاردانی کامپیوتر خونده بودم، مبانی سیستم عامل، برنامه‌نویسی، این چیزا رو حالا توی دانشگاه یاد میدن، خب خودم کنارش یاد گرفته بودم. تمرکز اسم رشته یا حالا امنیت که میگن یه سری کتابا و یه سری کورسا بود که کنار برنامه نویسی مفاهیم امنیت هم یاد میدادن، حالا بیشتر تمرکزش رو رمزنگاری بود، چیزای خیلی کلی در حد حالا دورای نتورک، دورای سکیوریتی پلاس ها اگه کسی کتاباشو خونده باشه بیشتر تو مایه ها بود، چیز خیلی عجیب غریبی نبود. ولی رشته های تخصصی تر مثل تو فوق لیسانس یا حتی ایران فکر کنم بیشتر اهمیت داره، خیلی خیلی جامع تر و کلی تر یاد میدن، ممکنه به روز نباشه مطالب ولی خب به درد بخور از تو زمینه کار. من خودم اوایلش اعتقادی نداشتم، شاید بگم اون 4-5 سال اولی که کارمو جدی شروع کردم، همزمان چون هم فول تایم دانشگاه میرفتم هم فول تایم کار میکردم، دو جا همزمان، و همیشه متنفر بودم از محیط دانشگاه به خاطر اینکه مفاد درسی که میگن خیلی عقب افتاده بود، خیلی چیزا پیش پا افتاده و ساده بود به نظرم. اون موقع قدرشو ندونستم زیاد، به خاطر همین یه سری چیزا رو جدی وقت نذاشتم. ولی بعد از شاید 10-12 سال تو این زمینه به نتیجه رسیدم که دونستن اون چیزای ابتدایی یا به نظر میاد منسوخ شده که تو دانشگاه یاد میدن، کامپایلرها چجوری کار میکنن، سیستم عامل چجوری کار میکنه، مفاد برنامه نویسی تو زبانهای مختلف چیه، چرا زبان سطح بالا داریم، زبان سطح پایین داریم، طراحی پروتکل ها چیه، ساختمان داده ها چی هستن، مدیریت حافظه چجوری کار میکنه، اینا همه چیزایی که خیلی خسته کننده و به نظر به درد نخور میاد تو دانشگاه یاد میدن و تو دیده اول ممکنه که هیچ علاقه نشون ندین یاد بگیری، مثلا من هم اینجوری بودم. ولی بعد از 6-7 سال کار کردن و پریدم تو زمین هم مختلف فهمیدم که دونستن همون چیزای ابتدایی که خیلی جدی نگرفتمشون باعث شد که کلی مطلب به درد بخور جدید و راحت تر یاد بگیرم. به خاطر اینجا باز نوشتم، آها، توضیح خلاصه از لیسانس امنیت دانشگاهم دادم تقریبا. باز اگه سوالی بود میتونید بپرسید. بحث اصلی گذاشتیم فعالیت کاری خارج از ایران و رسیدن به سطح مطلوب. توی ایران خب فکر کنم یاشار دیروز کامل توضیح داد که شرایط کار چیه، منتها خیلی بچهای قبلی توضیح ندادن که چجوری برسیم به اون سطحی که بتونین اصلا کارو شروع بکنین. امروز میریم سراغشون. موضوع اینه که اگه بخواید خارج از ایران تو این زمینه کار بکنید، حالا ممکنه یه ذره ناخوشایند به نظر بیاد، ولی اگر تخصص خاصی نداشته باشید یا کار خاصی نکرده باشید که به چشم بیاد، به چشم منظورم اینه که هزار نفر مشابه شما تو اون کشوری که میخواید بریدم دارن همین کارا رو میکنن، همین فعالیت شما رو هم دارن، تو همین فروم ها میچرخن، آدم ها و کانکشن خودشون رو دارن، ولی اگه قرار کسی شما رو از یه کشور دیگه جذب بکنه، مثلا قانون مهاجرت خیلی جا اینه که وقتی قراره یه شرکت یه نفر رو جذب بکنه خارج از اون کشور، خارج از اون افراد به قول معروف سیتیزن اون کشور، میگه که خب اون کسی که تو میخوای جذبش بکنی چه قابلیتی که داره، چه قابلیت تو چه ویژگی خاصی داره که
این همه آدم تو این زمینه توی کشور خودت دارن کار میکنن، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی جذب بکنی، به خاطر اینه که باید یه خورده بالاتر از حد معمول باشه معلوماتتون. بالاتر از حد معمول هم تعریف داره، بسته به زمینه کاریتون، بسته به نوع تخصصی که دارین. توی حالا جلوتر میرسیم بهشون که دستبندی کردم برای افراد با تجربه، برای افراد حرفه‌ای این تخصصات چیا میتونن باشن. ولی یه سری پیش نیازهای کلی هست که کسی که فرضمون میذاریم شما امروز اصلا از پیش دانشگاهی فارغ شدین، سال اول دانشگاه، سال دوم دانشگاهتونه، هیچ ایده‌ای ندارین که میخواین چیکار بکنین، فقط شنیدین که رشته امنیتی وجود داره، یعنی که اصلا یه سری کارهای سیر کارید بسات. آره، تازه شروع کردید مسیر تحصیلیتون و هیچ ایده‌ای ندارید که از کجا شروع بکنید. اینو خیلی خلاصه با هم مرور می‌کنیم. اول که واسه که تو زمینه امنیت کار بکنی، چند تا پیش نیاز خیلی مهم وجود داره. یه سری شرایط تخصصی و علمی هستن که خب مشخصه و میرم سراغشون که میگیم چیا هستن. و یه سری هم یه سری ملزومات دیگه هست، مهمترینش علاقه است و زبان انگلیسی. میریم حالا سراغش. پیش نیازه که گفتم یه سری شرایط تخصصی و علمی گفتم. یکی این که اگه میخواید کار بکنید، دو گروه آدم هستن که میان سراغ امنیت. یه سری ها به خاطر کنجکاوی و علاقه و تفنن میان، یه سری میان که کار بکنن. اگه قراره بیاد کار بکنید، منبع درآمدتون باشه این قضیه، متقاضی با معلومات عمومی خیلی زیاده. یعنی خیلی ها مثل شما هستن که چیزای اولیه رو میدونن، رفتن دو تا مقاله خوندن، یه سری چیزا رو تیتروار یاد گرفتن و شما با اونا رقابت میکنید. خیلی هم شانسی ندارید، رو بگم. باید تخصصی و عمقی و عمومی یاد کلی چیزا رو یاد بگیرید. پیش نیازه که دیگه اینجا من نوشتم، شرایط تخصصی علمی رو دارم فقط میگم الان. یکی این که معلوماتتون باید بالاتر از معلومات عمومی باشه، یعنی بدونید یه سری شاخه‌های خاص امنیت توشون یه سری معلومات جدی داشته باشین، عمقی با کلاس ها رو مثلا بلد باشین، یه روی زبان تخصصی برنامه‌نویسی خوب کار کرده باشین رو امنیتش، یا تو زمینه شبکه کار کرده باشین، یا تو زمینه مهندسی معکوس پیش زمینه قوی داشته باشین. اینا رو لازم داریم واسه کار کردن. صرف این که فقط میتونید پورت اسکن انجام بدید یا میدونید باگ چیه یا روال کلی کار چیه، احتمال این که کسی به شما کار ساعت خوب بده زیاد نیست. کار مقدماتی میتونید بگیرید، کارآموز میتونید بشید، آره، ولی خب اسمش رو اون کار جدی نمیشه گذاشت. دومین چیزی که خیلی کمک میکنه کار عمومی و متن باز، کار کردن تو پروژه های متن باز، کانتریبیوت کردن تو پروژه های گروه های خارجی یا ایرانی. فرض کنید مثلا یه گروهی هست که کار تحقیقاتی در انجام میده، مثلا همین بچه های آفسک یا اسم که قبلا بوده مجله مطلب جمع‌آوری می‌کردن، خود اینا سابقه کار خیلی خوبی میشه، چون یه دید میده به کسی که میخواد شما رو استخدام بکنه که به قول معروف چند مرده علاجی، سطح کارتون چیه. فرق میکنه با اینکه بگی من فلان کار بلدم، من فلان مطلب بلدم، یا اینکه یه مقاله در دسترس داشته باشی که خودت نوشته باشی و ترجمه نباشه مثلا و نشون بده که چقدر مطلب رو درست یاد گرفتی. تحصیلات آکادمیک هم خیلی‌ها رو می‌بینم می‌پرسن که میگن بریم دانشگاه، نریم دانشگاه، دانشگاه رو ول بکنیم به درد می‌خوره یا نخوره، که اینو گفتم این مقدارش. دانشگاه حتما باید برید اگر می‌خواید تو این زمینه طولانی مدت جدی کار بکنید، الزامی نیست، ولی اگر دانشگاه نرید یک یا دو سال حداقل خودتون باید وقت بذارید کتابای اون افاد اولیه که تو دانشگاه بهتون یاد دادن، مثل ساختمان داده، طراحی سیستم عامل، کامپایلر، این چیزا، اینا رو در نهایت باید یاد بگیرید. بسته به حالا زمینه کاری که قراره توش ادامه بدید، لازمه و واجبه که یاد بگیرید. اگر دانشگاه تحصیلات آکادمیک رفته باشید که خب اینا رو تو مسیر یاد میگیرید، کنارش هم کتابای امنیت رو میخونید و پیش میرید، خیلی خوب. ولی اگر حالا به هر دلیلی فرض کن لیسانستون و فوق لیسانستون رو توی یه رشته دیگه گرفتین، حالا میخواین از صفر شروع کنین، لازمه که برگردین. بهترین روشش هم اینه که از دوستایی که توی زمینه مثلا مهندسی نرم افزار خوندن، کتابایی که تو دانشگاه بهشون درس دادن رو بگیرید، خودتون اون کتابا رو بشینید مرور بکنید. این روش آسون ترشه. ولی اگر تو مسیر دانشگاه هستید یا مردد هستید که برید دانشگاه یا نه، حتما مهندسی نرم افزار رو ادامه بدید. حتی اگر دانشگاه دارغوزه آباد یه چیز پرت و پلایی هم باشه، بهتر از این چیه. مهم نیست، حتما لازم نیست دانشگاه شریف یا علم و صنعت یا جای خفنی باشه. هر دانشگاهی برید اون معلومات اولیه رو بهتون میده، چون در نهایت خودتونی که باید اون کتابا رو بخونید.
برسیم دیگه. این شرایط تخصصی علمی کلی گفتم. شرایط مهاجرت فردی هم هست، صرف این که شما تو این زمینه کار میکنید یا میخواید تخصصی ادامه بدید چیز رو تضمین نمیکنه که شما حتما خارج از ایران هم موفق بشید. من یه مثالی که همیشه حداقل برای خودم گذاشتم جلوی روش کار خودم بود و بقیه دوستام گفتم، اینو صادقانه میگم، ممکنه به مذاق خیلی خوش نیاد، ولی اصل و خلاصه داستان اینه که خودمونیش هم بخوایم بگیم، اگر کسی تو ایران پخی نشد خارج از ایران هم نمیشه. اگر تو ایران موفق بودی خارج از ایران هم موفق خواهی بود، اگر تو ایران دانشجو خوبی بودی خارج از ایران هم دانشجو خوبی خواهی بود. صرف این که مهاجرت بکنیم بریم یه شهر یا کشور دیگه هیچ چیزی رو عوض نمیکنه. آسمون همه جا همین رنگه، همه جا دهنتون سرویس میشه تو مسیر کار، همه جا باید بشین روزی 12 ساعت وقت بذارید واسه یاد گرفتن، همه جا بازخواستتون میکنن اگه کار باید بکنید، منظورم کیفیت بده، و همه جا هم قانون داره. حالا درسته ایرانی ذره بی در پیکر تو این زمینه، تو فضا سایبر قانون مشخص وجود نداره، ولی همه جا باید جواب پس بده واسه کارتون. و موضوع مهم دیگه اینه که شرایط مهاجرت فردی، به فرض اینکه حالا اون شرایطش مهیاست و تصمیم گرفتی خارج از ایران زندگی بکنی، در هر صورت دو تا مسیر کلی وجود داره. اون حالا پناهندگی اینا داستانیه که اصلا هیچ ربطی به این قضیه نداره. اگر شسته رفته کسی میخواد تو این زمینه کار بکنه، شما یا دارید تحصیلی از ایران خارج میشید یا از طریق ویزای کاری. تحصیلی خب روالش مشخصه، یه سری پیش زمینه ها داره مجددن که زبان انگلیسی مهمترینش، مدرک زبان لازم دارن همه، و اصلا فرض کن هیچ جام برای کار از شما زبان نخوان یا هیچ دانشگاهی هم از شما مدرک زبان نخواد، اینو همین اول کار باید تو گوشتون فرو کن. تو این زمینه، تو این رشته کاری امنیت، هر روز و هر روز مطالعه خواهید داشت و تقریبا 80-90% مطالعه هایی که میکنید به زبان انگلیسی خواهد بود. اون 10-15% اضافه هم یا چینی یا روسی، فارسی نیست مسلماً. مطالب فارسی حالا ممکنه تو فرمای مختلف کتابای ترجمه شده پیدا بکنید، نمیگم مطالب بدی هستن، ولی قطعا میتونم بگم که به روز نیستن و به درد نمیخورن. تا زمانی که شما اون کتابو بخونید، همون الان نمیدونم حالا چه کتابای ترجمه شدن تو ایران یا چه مقاله های خوبی، ولی مادامی که شما دارید یه مقاله یا کتاب ترجمه شده رو میخونید، اتوماتیک 5 سال عقب افتادید از زمین کارتون. به خاطر اینکه اصلا فرض کنیم که یه نفر همون روزی که یه کتاب جدید منتشر شروع کرده، پروسه ترجمه و منتشر کردنش شروع کرده، یک سال دو سال حداقل طول میکشه تا اون کتاب برسه به مرحله چاپ و بعدم برسه به دست شما، شما وقت بذارید بخونید، مینیمم 2-3 سال از غافل عقبه. به خاطر اینکه همه اینقدر تاکید میکنن زبان انگلیسی، بعدم همه تو این زمینه تقریبا میتونم بگم که دارن با زبان انگلیسی با هم دیگه صحبت میکنن. اگر زبان انگلیسیتون ضعیف هست یا خوب هست ولی مشکلی به فرض مثال محاوره دارید، اون مهم نیست. مهم اینه که شما بتونید یه متن انگلیسی تخصصی رو، نه عمومی، لازم نیست شعر بخونید، یه متن انگلیسی تخصصی رو بخونید و حداقل دست پا شکستن متوجه بشید. اگر این پیش زمینه رو ندارید، توصیه میکنم که کار زندگی رو تعطیل کنید، فشورده 2 ماه برید کلاس زبان، نه اینکه خودتون بخونید. چون خیلی ها تنبل هستن، اگه بذاریم با امید خودتون یه دونه که کتاب خوندن، ممکنه که 6 ماه یا سال طول بکشه، ولی اگه برید کلاس زبان تخصصی یا یه کسی که فشورده رو شما کار بکنه، میتونید 3-4 تا از رفیقاتون رو هم همچه کلاسی یا یه استادی چیزی بگیرید باهاتون کار بکنه. هرچی بیشتر روی زمینه اول کار وقت بذارید که زبان انگلیسیتون رو قوی بکنید، آینده کارتون راحت تر میشه. چون 2-3 ماه اول که وقت بذارید فقط زبان بخونید، خود به خود کتابا و مقالای بعدی که شروع میکنید خوندن تمرین زبان هم میشه براتون. بعد از شاید میتونم بگم 6 ماه یه سال خیلی راحت میتونید کتابا دیگه رو بخونید. من کتاب اولی که شروع کردم، خب کلاس زبان میرفتم ایران، ولی خیلی حرفه‌ای و جدی نبود. کتاب اولین کتابی هم که خوندم کتاب نتورک کلاس مال کامپیا بود. شاید تا نصفه اول کتاب هر صفحه من 10 تا کلمه 20 تا کلمه رو هایلایت کرده بودم، معنیش از تو دیکشنری می‌نوشتم. ولی به مرور زمان همینجوری که میری جلو، کلمه ها رو یاد می‌گیرین، اصطلاح ها رو یاد می‌گیرین. زبان تخصصیه، لازم نیست با کسی محاوره‌ای داشته باشین، قرار مقاله بخونید، کتاب بخونید، ولی این وقت حتما روش بذارید. مورد دومم که دارم انقدر تاکید می‌کنم کتاب، اینا اول کار بگم که مقاله خوبه، کلاس خوبه، ویدیو خوبه، ولی مهمترین روش یا حداقل چیزی که من خودم یاد گرفتم، و کتاب خیلی زیاد خوندم تو این زمینه، شاید بگم
چند سال اولی که تو این زمینه من کار میکردم تمام درآمدم و یه چیزی هم روش کتاب خریدم. مورد بوده که شاید دو برابر حقوق ماهیانه که گرفتم فقط رفتم کتاب حالا یا آفست شده خریدم یا کتاب کسی گفتم از خارج از ایران برام فرستاده. ولی تقریبا میتونم بگم که تمام چیزایی که درست یاد گرفتم و اصولیات گرفتم از روی کتاب بوده. دلیل اینم که اینقدر توصیه میکنم و مخالفم با بقیه که میگن خیلی رو کتاب گیر ندیم اینه که برای کسی که میخوان تازه شروع کنن تو این زمینه کاری، کتاب حالا جدا از مطالبی که یاد میده یه ساختار مشخص داره، یه مسیر مشخصی داره میره جلو. همون مسیر مشخص باعث میشه که شما ذهنتون از این شاخه به اون شاخه نپره. شما اگه متفرقه بخواید برید مبانی حالا امنیتی یاد بگیرید، مبانی تست نفوذی یاد بگیرید، 100 تا 200 از این شاخه وجود داره. اگه پراکنده برید جلو، خب یه هفته رو اینید، دو هفته رو اونید، سه روز رو اینید، سه روز رو اون، به هیچ جا نمیرسید. یا اگه برسید خیلی مسیر طولانی و ناگسسته میشه. ولی اگه یه دونه کتابو بگیرید دستتون، از جلد تا جلد بخونید، کتابو خط به خط بخونید، خود به خود یه سری مسیر مشخص از قبل تعریف شده که دارید شما اونا رو پیگیری میکنید. و اگرم به قول معروف حواستون پرت شد از اون مطلب اصلی که دارید میخونید، رفتید یه مقاله جانبی بخونید، دوباره اون فهرست کتاب، دوباره اون ساختار کتاب وجود داره که شما برمیگردید بهش و مسیر رو ادامه میدید. این واسه همه چی صدق میکنه، چه کتابای مبتدی اولیه که میخونید، چه مقاله های پیشرفته که شما میخونید، چه ارائه و کنفرانس های امنیتی که بعدا قرار دنبال میکنید، همشون همین مزیت رو دارن. ساختار رو به شما نشون ندن و باعث میشن شما تو مسیر بمونید. و جدا از اون دیگه، خب من روالی که خودم پیش رفتم همیشه اینجوری بوده که یه مبحث جدیدی رو میخوام یاد بگیرم. فرض کن میخوام تست نفوذ روی مثلا شبکه‌های وایرلسی یاد بگیرم، یکی یا دو تا کتاب انگلیسی که بوده رو تو این زمینه تخصصی فوکوس کرده روش، اونا رو خوندم. حالا به مرور زمان تو فصل دوم سوم کتاب چند تا مقاله، چند تا ابزار، چند تا تکنیک معرفی کرده کتاب، رسیدم به اون قسمت که اون مقاله رو معرفی کرده، کتاب موقتا گذاشتم کنار، رفتم اون مقاله رو خوندم، برگشتم کتابو ادامه دادم. نه اینکه کتابو ببندم برم دنبال سرکله زدم با اون ابزار یا با اون کد و فراموش کنم ادامه کتابو. مهم یه مزیت خیلی خوب دیگه که کتاب داره و من عادت شده برام اینه که وقتی میخواین یه چیزی رو یاد بگیرین از اول تا آخرش رو درست برین یاد بگیرین. پروتکل‌ها رو اگه میخواین یاد بگیرین مثل بچه‌ها خوب بشینین یه کتاب سیسکو، حالا کتاب CCNA یا کتاب نتورک پلاس یا کتاب مقدماتی مثل اینو از اولش تا آخرش بخونین. خسته کننده است، خیلی چیزاش ممکنه بدونید، خیلی چیزا رو ممکنه فکر میکنید بدونید، ولی وقتی میرسه به جزئیات میفهمید که یه سری نکته مهمشو نمیدونستید. اینا رو مرور بکنید بعد برگردید سراغ امنیت. یعنی همیشه به همه بچه و دوستان میگم که اگه میخواین امنیت یاد بگیرین یا اگه میخواین تک کردن یاد بگیرین، سکیوریتی یا هکینگ شکستن قانونه. شما اگه قانون بلد نباشید نمیتونید بشکنید. حالا شانسی ممکنه تو تیواری سری کار رو انجام بدید، ولی بهترین روش واسه شکستن یا دور زدن یه قانون اینه که قانون رو خوب یاد بگیرید. وقتی قانون رو خوب یاد گرفتید خود به خود دید پیدا میکنید به خیلی نکته‌های دیگه. حالا توی سکیوریتی فرض مثال برسیم به قسمت بعدی که گذاشتم، شرایط مهاجرتی گفتم. آها، این برای شرایط تحصیلی بود داشتم میگفتم. بهترین روش اینه که اگر هیچ تحصیلات آکادمیکی نداری، هزینه‌اش یه مقدار زیادتره به خاطر اینکه تو خیلی کشورهای اروپایی دیگه فاند نمیدن واسه لیسانس، مجبورید از جیبتون هزینه بکنید، با این دلار افتضاح هم احتمالاً خیلی از پسش برنمیاد. ولی اگر قرار آکادمیک ادامه بدید میتونید دورهای لیسانس زبان انگلیسی تو خیلی کشورها هنوز هستن، مهندسی نرم افزار اونا رو شروع بکنید. بعضی کشورها تکاتوک سوئد یا چند تا هلند یا آلمان فکر میکنم لیسانس امنیت هم دارن، میتونید اونا رو ادامه بدید، ولی خب هزینه زیاده. پیشنهادی که من به بقیه دوستان کردم اینه که لیسانس یا حتی فوق لیسانستون رو تو ایران بگیرید. اول به خاطر اینکه آسان‌تره، دوم به خاطر اینکه هزینه‌اش کمتره. آسان‌تره منظورم این نیست که ماسمالی کنید قضیه رو، ولی خب یا مدرک تو ایران گرفتن خیلی به نسبت شرایطش خارج از ایران آسان‌تره، چون دیگه درگیر مشکلات مهاجرت نیستین، درگیر مشکلات زبان نیستین، درگیر مشکلات معیشتی نیستین، اجاره خونه و این داستانا رو از کجا بیاد، خونه باباتون نشستین یا خودتون حالا بالاخره یه شرایط مهیا کردین دارین زندگیتون رو می‌کنین، کنارش یه لیسانس هم می‌گیرین. پذیرش گرفتن واسه فوق لیسانس و دکترا خیلی خیلی راحت‌تر است و مسیر ادامه دادنش خیلی آسان‌تره، به خاطر اینکه میدونین چی رو میخواین ادامه بدین و یه راست میره سراغ همون موضوع خاص.
کلی هم اگر من بخوام بگم اروپا رو به استرالیا و آمریکا من ترجیح میدم، به خاطر اینکه اول خب هزینه ها کمتره، پذیرش گرفتن تو اروپا خیلی راحت تره، رفت آمد به استرالیا یه مقدار دور، یه مقدار که 16 ساعت 18 ساعت پرواز شوخی نداره، هر پروازی هم شما بخواد رفت آمد بکنید برگردید یکی 2000 دلار هزینه میشه. اروپا به نظرم شرایط ایدئال تری داره واسه تحصیلتون، زمینه تو زمینه کامپیوتر حتی، حالا رشته دیگه نمیدونم. خیلی دانشگاه خوب زیادی هستن، لازم هم نیست حتما دانشگاه سطح بالای خوبی باشه، همین که تو محیط آکادمی قرار میگیرین موتورتون راه میفته کمک میکنه بهتون. و موضوع دیگه راجع به شرایط مهاجرت تحصیلی که میتونم بگم، توی لیسانس یا حتی فوق لیسانس یه معدل خوب داشتن از دانشگاه کمک میکنه، ولی شرط نیست. اگه دانشگاه خیلی خوبه یا دانشگاه خاصی بخواید برید، خب مسلمان که نمراتون رو نگاه میکنن و نمره مدرک زبان رو نگاه میکنن، معدل دانشگاه رو نگاه میکنن. ولی اگر فکر میکنید توی الان دارید لیسانس میخونید یا دارید فوق لیسانس میخونید، بتونید پیپر داشته باشید از خودتون یا یه کار اوپن سورس جالبی بکنید، یه سری کانتریبیوشن داشته باشید، مقاله عمومی داشته باشید، خیلی کمک میکنه به پذیرش گرفتن. برگردیم به روش دیگه مهاجرت که مهاجرت کاریه. منظورم اینه که شما پروسه پیدا کردن کار طی بکنید، که حالا خیلی خلاصه میگم، کار پیدا بکنید، از یه جا پذیرش بگیرید، اسپانسر کاری بشن برای شما. روالش هم خب مشخصه، وقتی به یه سطح متوسط به بالا، یعنی یا حرفه‌ای هستید تو این زمینه یا یه معلومات قبلی دارید برسید به اون زمینه، یه سری شرکت هستن که برای شما اسپانسر ویزای کاری میشن. پروسش هم به این صورت که شما چند تا مصاحبه آنلاین معمولا دارید، حالا یه پله برگردم مقطع کار پیدا کردن رو باید بگم که یه سری سایت ها هستن که مثل لینکدین که خب موقعیت کاری پست میکنن، ولی اگر تخصص خاصی دارین، اگر علاقه خاصی دارین، بهتر این است که خودتون بگردید شرکت های مطرح تو این زمینه که کار میکنن توی اروپا توی آمریکا، و تمرکزتون هم بذارید روی شرکت های مالتی نشنال، شرکت هایی که تو چند تا کشور شعبه دارن و بزرگتر هستن، تو شرایط جذب کاری تو اونا راحت تره. موقعیت کاری که اونا تو سایتشون اعلام کردن و مستقیم اپلای بکنید از طریق این جاب ریکروتر ها و این هدادارهایی که تو لینکدین هستن، خوبه، کمک میکنه، ولی تنها روشتون نباید باشه چون وقتتون رو زیاد تلف میکنه. مزیت دیگه اینی که داره خودتون مستقیم میرید با شرکت تماس بگیرید، داره این که دارید خودتون رو نشون میدید، خودش یه جنبه مثبت اعتماد به نفس داره به شما نشون میده بر کسی که میخواد شما رو جذب بکنه. و مورد مهم دیگه این که من با تجربه دیدم که خیلی شرکت هستن که دنبال نیرو هستن، ولی مستقیم و فعال آگهی واسه جذب کار نمیدن، جای پست نکردن که ما نیروی پنتستر میخوایم، متخصص فلان میخوایم، ولی اگه کسی با رزومه خوب بره سراغشون میگه آقا من این زمینه ها کار کردم، من مهندسی معکوس این کارا رو کردم، به اپلیکیشن اینا رو کار کردم، ممکنه که تو نگاه اول اصلا به نظرشون چیز موقعیت بازی هم نداشته باشن، ولی تخصص شما یا اون سابقه کاری که دارید باعث بشه که بهتون پیشنهاد بدن. پروسه اونم دیگه خب مشخصه، باید به شما ویزای درخواست ویزای کار بدن، معمولا یک دو سه ماه حداقل طول میکشه و داستانش ادامه میده، ولی پول واسه وکیل دادن برای کار پیدا کردن و نمیدونم شرکت ثبت کردن و از طریق کار شرکت ثبت کردن اقامت گرفتن و اینا رو به نظرم فراموش کنید بهتره. یه برداشت اشتباهی که خیلی ها دارن اینه که فکر میکنن مثلا یه ایده یا یه بیزنس پلان خاصی دارن، باش میتونن خارج از ایران تو کشور شرکت ثبت کنن و به معنی که شرکت ثبت کردن چمدون رو جمع کنن باشن برن خارج. اینجوری نیست، روالش اینجوریه که شما باید شرکت ثبت کرده باشید تو اروپا یکی دو سال حداقل، حداقل تو سوی قانونش اینه که اون شرکت حداقل باید یک سال دو سال تراکنش مالی مستند داشته باشه، یعنی واقعا کار کرده باشه، خروجی شما رو بتونن ببینن، بیزنس پلنتون تایید میکنن و پروسش تقریبا دو سال طول میکشه تا شما بتونید یه شرکتی رو از صفر شروع کنید، برسونیدش به اون مرحله که اون شرکت بتونه درخواست ویزای کار بده برای کسی که الان میخواد استخدام بکنه. به خاطر همین خیلی چیز معقولی نیست. به خاطر همین هم هست که من همیشه میگم دانشگاهی خیلی راحت تره. بپریم بریم سراغ نیم ساعت گذشت بریم زودی. سوالا رو برمیگردم دوباره مرور کنم که عقب نیفتیم. فکر میکنم این نیم ساعتی که داریم و من باقی موارد رو پوشش بدم، سوال و جواب ها رو میذاریم لایو دوم، چون فکر نمیکنم برسیم همه رو توی نیم ساعت پوشش بدیم. این لایو احتمالا بعد از یک ساعت اتوماتیک قطع میشه، ولی خب من دوباره آنلاین میشم یکی دو دقیقه بعدش که ادامه بدیم.
برگردیم برای مسیر کار. آه یه نکته دیگه هم که نوشته بودم فراموش کردم بگم، که اول بین دو تا نکته بود، یکی بین آمریکا و اروپا و استرالیا یا خاورمیانه واسه شرکت کار خارج از ایران فرقشون چیه. اروپا خب من مشخصه تاکید کردم که گزینه بهتریه. آمریکا تو این زمینه کاری برای کسی که مستقیم از ایران داره اپلای میکنه با خیال راحت میتونم بگم فراموش بکنه. چرا؟ اول به خاطر تحریم‌ها و مشکلی که سر کله زدن با ایرانی‌ها دارن خیلی شرکت‌ها، مخصوصا شرکت‌های بزرگ، حتی اگه از نظر فنی هم مصاحبه‌های فنی تونم تایید بشه، نمونش زیاد دیدم، آدمای فوق‌العاده با استعداد، آدمای سابقه کاری فوق‌العاده عالی، صرف این که ایرانی هستن یا پاسپورت ایرانی دارن اچ‌آر اونا رو رد کرده و دلیلش هم معمولا شفاف توضیح نمیدن، ولی خب چون توی شرکت سرکله زدم میدونم که داستان چیه. یه جور جنبه سیاسی داره بیشتر تا قانونی، ریسک نمیکنن خیلی جا، مگه اینکه خیلی کیس خاصی باشین، خیلی تخصص به قول معروف خاصی داشته باشین که اون شرکت حاضر باشه رو شما سرمایه‌گذاری بکنه، چون ارزون هم نیست، برای شرکت ها چند هزار دلار هزینه داره این کار، شما رو جذب بکنه. آمریکا به این خاطر میگم که اول که پروسه ویزا گرفتن آمریکا به نسبت به اروپا خیلی خوب مشکل تره، بعدم این که سینجیم زیاد میشه به خاطر این زمینه کاری. حالا خیلی ها ممکنه تو ایران با دولت سر کله زده باشن که الان کار کرده باشن، اینا مشکل ایجاد میکنه، بعدم ممکنم نکنه، من شرایطی که دیدم میگم، ولی به نسبت دوستایی که دیدم مهاجرت کردن و مهاجرت موفقی داشتن و کار خوبی پیدا کردن و شرایط زندگیشون نرمال پیش رفته، اکثریتشون یا اروپا بوده یا استرالیا. استرالیا مزیتی که با اروپا داره این که بازار کار بکشتری داره، یعنی عرضه و نیروی کار متخصص تعدادش خیلی کمتر از نیاز بازار است، به خاطر اینکه خیلی شرکت‌های آی‌تی اونجا هستن، دارن بزرگ میشن و احتیاج به نیروی کار دارن، ولی خب به خاطر شرایط جغرافیایی استرالیا تعداد مهاجرا کمتره، به خاطر همین شانس مهاجرت کاری تو استرالیا به نسبت میتونم بگم راحت‌تر از آمریکا یا اروپا است. کانادا اطلاعات دقیق و جدی ندارم، ولی یه چیزی از بین اروپا و آمریکا، به خاطر اینکه سختگیری‌های ویزای آمریکا رو ندارن و مزیتی که دارن اینکه بازار کار آیتی و امنیت توی کانادا خیلی خوب و زیاده، ولی به خوبی آمریکا نیست. تقریبا میتونم بگم که 80% شرکت های مطرحی که توی این زمینه دارن کار میکنن و نیرو جذب میکنن و میشه روشون حساب کرد به عنوان آینده کاری، شرکت متفرقه و کوچیک و شهری منظورم، شرکت هایی که شناخته شده هستن به قول معروف وجه دارن توی این زمینه، تقریبا اکثرشون یا آمریکایی هستن یا بیسشون تو آمریکاست. اینا مقایسه بین اروپا و استرالیا این داستان. یه مورد دیگه که اینجا نوشته بودم اینه که یاد گرفتن و رسیدن تو سطح متوسط، منظور از سطح متوسط سطحی که باهاش شما میتونید جای استخدام بشید به عنوان کسی که تو زمینه امنیت کار میکنه، تو ایران خیلی ارزان‌تر از کشورهای دیگه است. شما کتابو تو ایران میتونید آفست بخرید، خارج از ایران باید پول 50 دلار 30 دلار 40 دلار بدید که اون کتابا رو بخرید. دورایی که تو ایران میتونید برید خیلی قیمتا ارزون‌تر هستن. شرایط قیمت زندگی اگر حساب اینو بکنید که با درآمد صفر شما قراره دو سال وقت بذارید توی یه رشته معلومات کسب بکنید، توی ایران خب خیلی ها تعارف هم نداره، خیلی هستن که با پدر مادرشون زندگی میکنن، اصلا چیز بدی هم نیست، خیلی کمک میکنه از نظر هزینه، ولی شما فرض کن همین کارو بخوای خارج از ایران توی یه کشور دیگه بکنی، هر ماه چند صد دلار چند هزار دلار برای شما هزینه میترشه. به خاطر همین تا رسیدن به سطح تخصصی و حرفه‌ای به نظرم ایران بهتر اینجا. خیلی هم میگن که شرایط ایران افتضاحه و کار نیست و فلان اینا، من موافق نیستم اصلا. به نظرم اتفاقا شرایط کار تو ایران خوبه. من تازه دارم این شرایط با 10 سال پیش میگم که از ایران، تا 9 سال پیش که از ایران اومدم میگم، مقایسه میکنم. الان خیلی شرایط باید بهتر شده باشه. کار هست اگر تخصص داشته باشید، کار هست اگر اخلاق کاری خوب داشته باشید، آدم قابل نشون بدید که آدم قابل اعتمادی هستید، کار هست، کار خوبم تو ایران هست، هم تو بخش خصوصی هم تو بخش دولتی. منتها خب بخش دولتی یه ذره زورش بیشتر شده به خاطر رانت و این داستانه که حالا کاری باش نداریم، ولی خیلی شرکت خصوصی خوبی هستن که تو زمینه امنیت هم میتونید باشون کار بکنید، ولی سقف داره. سقفش هم اینه که از معلومات روز دنیا چند سال عقب، یعنی اون تخصصایی که شما تو زمینه امنیت ممکنه پیدا بکنید یا بلد باشید هنوز خیلی هاش تو ایران مورد مصرف نداره. حالا کسی که تو زمینه مثلا اکسپلوت نویسی یا پیدا کردن باگ و اینا
متخصص است، ممکنه یه سری مشتری دولتی باشن، ولی خب مشتری خصوصی تجاری به عنوان مثلا تو ایران تک و توک است، شاید کمتر از 5 تا شرکت باشن که تجاری هستن و وابسته به دولت زیاد نیستن، بازم میگن توی نیستن، و شما میتونید تون زمینه باشون کار بکنید. بپریم بریم مسیر شروع برای گروه های مختلف. 3 تا مسیر من مشخص کردم، یکی برای افراد مبتدیه، یکی برای افراد با تجربه متوسطه، یکی هم مسیر برای ادامه کار برای افراد حرفه‌ایه. بریم سراغ افراد مبتدی. علاقه رو گفتم، زبان انگلیسی رو گفتم، منابع رو گفتم که باید با کتاب شروع بکنید. یه سری کتاب ها هست که حالا لینکش رو بعدا میتونم بذارم. توی توییتر هم یه لینک از ویش لیست آمازون گذاشتن که تقریبا شاید 100 خورده کتاب سکیوریتی خوب توش باشه، ولی برای کسایی که میخوان شروع بکنن تو این زمینه و فرض زمینه که پیش زمینه برنامه‌نویسی قوی و شب ندارن، قدم اول زبان انگلیسیه، قدم دوم مبانی سیستم عامل رو باید یاد بگیرید، بدون لینوکس و ویندوز چطور کار میکنن. منظورم این نیست که کامند لاین بلد باشین، این که بفهمین ساختار طراحی اون سیستم عامل به نسبت چجوری، فایل سیستم چجوری کار میکنه، پریویلیج ها چجوری کار میکنن، سطح دسترسی چجوری کنترل میشن، توی لینوکس و ویندوز اینا رو بلد باشین. که کتابای مایکروسافت اینا رو فرض مثلا واسه ویندوز یاد میدن، دورای لینوکس هم هست که حالا تو ایران نمیدونم چی الان بابه، از روی اونا میشه ادامه ده. قدم بعدی وقتی سیستم عامل رو یاد گرفتین، یاد گرفتن مقدمات شبکه است. تو هر زمینه‌ای که حالا تو هر زیرشاخه‌ای تخصصی امنیت که بعداً بخواید کار بکنید، این مبانی رو در نهایت لازم دارید، باش سر کله خواهید زد. بخاطر همین باید یاد بگیرید. ممکنه بگی که من می‌خوام وب اپلیکیشن کار بکنم، لزومی نداره بدونم لینوکس چجوری کار می‌کنه، کرنل ویندوز چجوری کار می‌کنه. ولی وقتی برسید به سطح تخصصیش، می‌بینید که به فرض مثال وقتی دارید وب اپلیکیشن رو اکسپلویت می‌کنید، در نهایت میرسید به اون مرحله پریویلیج اسکلیشن، یعنی اصلا یه سری اتکار روی نرم افزار تدویب هستن که با سیستم عامل تعامل دارن برای ارتقا دسترسی یا کار اینجوری. در نهایت اینا رو لازم خواهید داشت. پس قدم اول شد زبان، قدم دوم شد مبانی سیستم عامل، اینا رو باید یاد بگیریم، حالا هم لینوکس هم ویندوز، در حد مبتدی متوسط لازم نیست تخصصی چیزی بلد باشید. و قدم سوم یاد گرفتن مبانی شبکه است، در حد تمام نتورک کلاس یا کتابای اولیه CCNF میکنم. دو تا کتاب داره الان، یه سری یه کتاب هست که شبیه نتورک پلاس عمومی یاد میده و کتاب دومی تخصصی یا خاص فوکوس کرده روی دستورات سیسکو و سیستم عامل سیسکو و جزئیات مربوط، که اون خیلی مهم نیست. مهم اینه که شما پروتکل‌های اصلی شبکه رو خوب بدونید، بدونید واف تا واف یه سری پروتکل‌ها مثل HTTP، مثل DNS چی هست، چجوری کار میکنن. و اگر جای یه مقاله خوندین که اشاره کرد به سطح مثلا لایه 2 یا لایه 3 شبکه، گیج نشید که حالا این داره راجع به چی صحبت میکنه. وقتی میگین که مرحله دوم تیزیک اند چک فلان کار بکنیم، فلان پکت رو دراپ بکنیم، فلان پکت رو پاس بکنیم، گیج نشید که داره راجع به چی صحبت میکنه. و بعد از اون این ستا رو که شروع کردین، شما تازه میرسین به مرحله که قدم صفر امنیت. قدم صفر امنیت چیه؟ اگر هیچ دیدی ندارید که قراره چی کار بکنید و به چه زمینه گرایش پیدا بکنید، بعدن بهتر اینه که از همه چی یه ذره بخونید. یعنی اینکه یه سری کتاب ها هستن مثل آموزش پنتست میدن، یه سری کتاب هستن که کلی راجع به پنتریشن تستینگ دارن توضیح میدن که اصلا پنتریشن تستینگ چیه، مرحله هاش چیه، تو چه شاخه هایی پوشش داده میشه، چه زیر شاخه هایی داره. شما نتورک رو دارید، ریورسینگ رو دارید، وب اپلیکیشن دارید، وایرلس اتاکر دارید، چیزا مختلف دارید. یه دو سه تا کتاب از حال لینکاشو اینا رو مثلا میتونم بدم به بچه‌ها بذارن زیر ویدیو یا به دستتون برسونن. 4-5 تا کتاب هست، حالا از اون تاپیک پنتریشن تستینگ تو آمازون شما سرچ بکنید، 6-7 تا کتاب هستن که هم رنکینگ خیلی خوبی دارن، بازخورد خیلی خوبی دارن، با همونا میتونید شروع بکنید. هدف این نیست که شما همه چی خوب یاد بگیرید، هدف از خوندن اون کتابا اینه که شما دستتون بیاد چه زیرشاخه‌هایی وجود داره، چه تاپیک‌هایی وجود داره، و بعد از اینکه اون کتابو تموم کردید، به هر کدوم که بیشتر علاقه داشتید برید و تخصصی‌تر اونا رو یاد بگیرید. فرض کنیم که توی یه کتاب عمومی پنتریشن تستینگ به شما میگه که ترافیک رو چجوری اسنیف می‌کنن، چجوری منیدل می‌کنیم، اسکیل انجکشن چیه، XSS چیه، بافر اورفلو چیه، نمی‌دونم اسنیف کردن رو شبکه‌های وایرلس چیه، چجوریه، ولی خیلی سطحی به شما یاد میدن و معمولاً هم و معرفی چند تا ابزار. قدم بعدی بعد از خوندن این کتاب ها اینه که شما برید واسه هر کدوم از اون صفحه اصلاحی که یاد گرفتید
برید و یه کتاب دیگه بخونید. اگر به تب اپلیکیشن علاقه دارید، مسیر و کتاباش مشخصه. اگر به وایرلس علاقه دارید، مسیر و کتاباش مشخصه و همینجوری تا آخر. به خاطر همین نمیشه یه نسخه داد واسه همه، بستگی به علاقه خودتون داره. و موضوع مهم دیگه اینه که خیلی سوال میکنن برنامه‌نویسی لازمه یا نیست. لازمه، خیلی هم لازمه. اوایل کار که شما دارید ابزارهای بقیه رو یاد میگیرید و روش‌های حمله بقیه رو یاد میگیرید، خب یکی قبلا اون کد رو نوشته، که اون اسکریپت اون ابزار رو نوشته، شما فقط یاد گرفتن اون ابزار باید بلد باشید، لازم نیست برنامه‌نویسی. ولی به معنی اینکه یه پله رفتید بالاتر، لازم میشه که اون ابزارها رو دستکاری بکنید. یه پله رفتید بالاتر، لازم میشه که خودتون ابزار بنویسید. یه پله حرفه‌ای‌تر شدید، اصلا تقریبا اساس کارتون و کار روزمره‌تون، مثل کاری که من الان دارم انجام میدم روزمره، خوندن کدهایی که از که بقیه نوشتن، حالا یا از طریق مهندسی معکوس یا خوندن سورس کد نرم‌افزارهای مختلفه، و پیدا کردن اشکالات امنیتی توی اونا. پس برنامه‌نویسی لازم داریم. حالا دو تا چیز داریم، یکی برنامه‌نویسی داریم، یکی اسکریپت نویسی داریم. برای شروع و برای کسی که میخواد تو این زمینه قدم بذاره، اسکریپت نویسی کفایت میکنه. یعنی اینکه شما با یه زبان اسکریپت نویسی مثل پایتون یا مثل حالا هر چیز دیگه که راحت هستید، بتونید یه سری کارهای اولیه رو انجام بدید. درخواست HTTP بفرستید، پروتکل‌ها رو پاشون سر کله بزنید، فایل‌ها رو دستکاری بکنید، کارهای اینجوری. پایتون بهترین هست. قبلا هم فکر کنم بچهای دیگه معرفی کردن، دو سه تا کتاب پایتون هم هست، گری هات پایتون و بلک هات پایتون، نام رو برام پیشنهاد کنم. کتاب خیلی خوبی هست، چون هم برنامه‌نویسی پایتون مقدماتش یاد دادن، هم با گرایش امنیت و اینکه بعداً یه سری ابزارهای امنیتی بخواد بنویسید اومدن به شما مثال و نمونه دادن. این هم از برنامه‌نویسی. و یه مورد دیگه این که بسته به این که بعداً میخواید توی چه زمینه‌ای کارتون رو ادامه بدید، به فرض مثال اگر رفتید به سمت تحلیل کد، رفتید به سمت وب اپلیکیشن ها، جدای از این اسکریپت نویسی مثلا پایتون که بلد هستید، لازمه که حداقل یکی دو تا زبان برنامه‌نویسی دیگر رو خوب مسلط بشید و بلد بشید، مثل سی، مثل جاوا، مثل پی اچ پی، مثل اسمبلی. اینا هر کدوم توی پله‌های بعدی، توی مرحله بعدی که پیشرفت می‌کنید تو کارتون، آچار فرانسه از کارتون میشن، یا اصلا منبع اصلی کارتون میشن برای پیدا کردن باگ و داستان دیگه که میرسیم بهش. اگر کسی هستید که قبلا تو این زمینه کار کرده، حالا افراد مبتدی فرقی نمیکنه، چه ایران چه خارج از ایران، مسیرش همینه. اگر جزء اون افرادی هستید که فکر میکنید یه سری تجربه دارین، متفرقه، قبلا مطالعه کردین راجع به قضیه، یا دو سه سال کار کردین تو زمینه امنیت، حالا با هر عنوانی، با هر شرکتی، مسیر بعدیتون باید این باشه که یه سری چیزا رو من اینجا لیست کردم که بگم. اول اینکه دیگه باید از این شاخه به اون شاخه پریدن رو تقریبا کنار بذارید اگه میخواید خوب توی زمینه پیش برید، نه اینکه کنار بذارید کلا سراغش نرید. منظورم اینه که یه شاخه رو، یه تاپیک خاص رو بچسبید، یه سال دو سال روش وقت بذارید، به یه مرحله قابل قبولی که رسید برید سراغ بعدی. من خودم این کارو زیاد کردم، روی بلوتوث وقت گذاشتم، روی وایرلس وقت گذاشتم، روی دیتابیس مختلف وقت گذاشتم، روی سیستم عامل وقت گذاشتم. هر کدوم از اینا یه سال دو سال زمان برده تا برسم به اون سطح قابل قبولی که میشه گفت حرفه‌ای میتونستم تو اون زمینه کار بکنم یا یه چیزی یاد بگیرم. پس باید روی شاخه خاص تمرکز بکنید. مورد دوم اینه که باید خودتون رو بروز بکنید. چیزایی که بلدید، حالا با کلاسایی که میشناسید، روشای حمله که بلدید، باید بگردید مقاله ها و کتاب ها یا هر مطلبی که بروز اونو داره آموزش میده اونا رو یاد بگیرید. بهترین منبعش هم به نظر من کنفرانس امنیتی هستن که ارائه ها و پیپرهاشون رو میذارن که شسته رفته تر به شما اون مطالب یاد میدن. مورد سوم اینه که حداقل یکی دو تا زبان برنامه‌نویسی خوب و مسلط بشین، مثل جاوا و پایتون. اینو مثال میزنم به خاطر اینکه این قرار رو به فرض گرایشتون وب اپلیکیشن باشه. تقریبا اکثریت وب اپلیکیشن هایی که قراره بعدا تست بکنید، باشون سر کله بزنید یا باگ توشون پیدا بکنید، به این زبان برنامه‌نویسی نوشته شدن. اگر یه کتابی مثل وب اپلیکیشن هندبوک، وب اپلیکیشن هکرز هندبوک قراره بخونید که منبع خیلی خوبیه واسه یاد گرفتن وب هکینگ، لازمه که برنامه‌نویسی به این دو تا زبان رو بلد باشید که بفهمید اصلا کتاب داره راجع به چی صحبت میکنه، ولی تو تیوریات میگیرید به درد نمیخوره. و یه مورد دیگه هم که با سوال کردن قبلا نظرم این بوده که ممکنه شما جزو اون دسته باشید که برنامه‌نویس هستید ولی میخواید برید به سمت گرایش امنیت، یعنی الان دارید کار دیولپمنت میکنید، مهندس نرم افزار هستید، میخواید سویش کنید رو امنیت.
خیلی موقعیت خوبی دارید به این خاطر که شما برنامه نویسی الان بلدید، مفاهیم اولیه رو بلدید، فقط ممکنه لازم باشه سیستم عامل شبکه رو پایتون رو قوی بکنید که گفتم کتاب و منبع مختلف براش هست که رو اونا کار بکنید. و اگر جزء این زمینه هستید به نظرم قدم بعدی مناسب برای این دسته آدم ها، حالا باز این نظر شخصی منه و علاقه خودتون هم بستگی داره، اینه که اگر آلردی برنامه نویس هستید و کد نویسی میکنید، بهترین کاری که شما میتونید بکنید اینه که تمرکز بکنید روی کد نویسی امن و تحلیل کد برای پیدا کردن باگ‌های امنیتی، حالا بهش میگن استاتیک کد آنالیسیس، و منبع مختلف برای خودش وجود داره که اونا رو میتونم لیست چند تا کتاب معرفی کنم بعدا در اختیارتون بذارم بچه‌ها، ولی بیس خیلی خوبی دارید که باید ازش استفاده بکنید. همین که به فرض مثال جاوا کار هستید ولی وقت بذارید و یاد بگیرید روش‌های حمله به کد جاوا چیه، با کلاس ها چیه هستن، چجوری اکسپلویت میشن، خود به خود یه دو سه پله میپرید جلوتر به خاطر اون بک‌گراندی که دارید. یاد گرفتن تحلیل امنیتی کد رو گفتم. اگر باز برنامه نویس هستید و پیش زمینه دارید، کسی هستی که قبلا یه چند سال کار کرده، یاد گرفتن مهندسی معکوس چیزی که تو همه زمینه ها بعدا بهتون کمک میکنه. یه سری چیزا مثل خوندن کد و تحلیل امنیتی کد یا مهندسی معکوس، مهم نیست که شما بعدا تو چه تخصصی زوم میکنید کار میکنید، چیزای معلومات پایه هستن، باید همه جا اینا رو بلد باشید. حتی با امبدد دیوایس سرکله بزنید ریورسینگ لازم دارید، حتی با وب اپلیکیشن سرکله میزنید، ممکنه یه جا برسید به اپلیکیشن که فقط CGI اون منتشر شده، شما باید اون رو ریورس کنید یاد بگیرید، همه جا به دردتون میخوره. و بعد از اینکه چند تا این شاخه های مختلف سرکله زدید، باید یه زیر شاخه خاص رو بگیرید بچسبید بهش، مثلا فقط فوکوس کنید روی اگر قراره که به سطح حرفه‌ای ادامه بدید و بعدا میخواید آینده کار خوبی داشته باشید، چون بازار کار برای کسی که از همه چی یه خورده بلده خارج از ایران خیلی جالب نیست، تک تو کار پیدا میکنید، ولی کارو کسی میگیره که حمله به وب اپلیکیشن ها رو بلده، ولی میتونه به فرض مثال یه با کلاس جدید روی مثلا جاوا پیدا بکنه، میتونه مثلا خودش پیلود بنویسه واسه باگای سریالیزیشن جاوا. کسی اون کارو میگیره که حمله های مثلا اورفلو مور کراپشن ها رو بلده، ولی تخصصی میتونه رو بروزر رو باگ پیدا بکنه یا باگای وب بروزر رو اکسپلویت بکنه. اینا هر کدوم یه شاخه‌ایه که چند سال وقت میگیره یاد گرفتنش. به خاطر همین فوکوس کردن روی زمینه خاص، اگه هدفتون خارج از ایران کار پیدا کردن هست، باید هدفتون این باشه که روی دو سه تا زمینه خیلی خاص تخصصی وقت بذارید و یادش بگیرید. و یه مورد مهم دیگه که خیلی ها میبینم اشتباه دارن انجامش میدن تو ایران، همکاری کردن مفید و نه اسمی با گروه ها و پروژه های خارجیه. اگه کسی داره کتاب می نویسه مثلا پروژه اوبسپ هست، کسی کار اوپن سورسی داره انجام میده، گروه های امنیتی هستن که دارن کانتریبیوت میکنن، ارائه میدن، کار اینجوری میکنن، همکاری کردن با اونا اول که کلی چیز جدید یاد میگیرید، دوست رفع پیدا میکنید تو این زمینه، بعدا به دردتون میخوره. و مهمتر این که کانال و رابط کاری میشه بعدا واسه کار پیدا کردن براتون، و منبع میشه برای کسی که میخواد به فرض مثلا رزومه کاری شما رو بخونه، شما ارجاعش میدید میگه من تو اوبسپ فلان کار کردم. صرف این که بگید من عضو بنیاد اوبسپ بودم یا سرشاخه ایران و فلان هستم و یه چیز مسخره‌ایه، من میخندم به اینجور رزومه هایی که میاد. چرا؟ چون میری سرچ میکنی میبینی فقط طرف اسمش هست، فقط طرف یه سال وقت گذاشته، حالا اینو اونو قانع کرده که یه ایمیل از فلان ارگانیزیشن بگیره یا اسمی عضو فلان گروه باشه، این به درد نمیخوره. مهم اینه که شما عضو همچین گروه ها و همچین پروژه باشید و واقعا کار بکنید، کمک بکنید، یه چیزی از خودتون جا بذارید. حالا تو ایران ممکنه اسمی کارتون رو بندازید، تو ایران خب همه چی اسمی کار خوب پیش میبره، ولی اینکه سوادش رو داشته باشید خیلی مهمتره. مسیرم برای افراد حرفه‌ای، چیزایی که نوشتم، چند تا نکته است اینجا لیست کردم. اولش که به روز بودن دوتا تعریف داره، شما ممکنه تو ایران و تو سطح پروژه‌های امنیتی ایران به روز باشید که از دنیا خیلی فاصله داره. رک بگم اگر قرار خارج از ایران کار بکنید و خودتون رو یه آدم حرفه‌ای میدونید، به فرض مثال 6 7 سال تو این زمینه کار کردید، تو چند تا زمینه تخصصی فعالیت داشتید، یاد گرفتید، حالا یا ارائه دادید یا مقاله نوشتید یا اینکه اصلا منبع درآمدتون کار این کار است تو ایران به صورت تخصصی، اگر مقایسه بکنید سطح پروژه، حالا اینا که از قبل کار کردن یا الان فعال هستن تو این زمینه، حرف منو بهتر میفهمن،
اگر سطح کاری خودتون و خروجی کارتون رو مقایسه بکنید با خروجی پروژه خارج از ایران، میبینید که اختلاف سطح خیلی زیادی وجود داره. اصلا همون باگ کلاسایی که شما تو ایران پیدا میکنید و اکسپلوت میکنید، میبینید چیزایی که چند سال از دنیا عقبن. نیازهای بازار تو ایران چند سال از دنیا عقبن. تو ایران هنوز من کسی ندیدم که به شما فرمور دیوایسش رو بده بگه آقا من این فایروال رو نوشتم، من این مودم یا این روتر رو دارم به کلاینت ها میفروشم، مثلا میگم ایران سل یا همراه اول یا هرچی، این مودم ADSL منه، شما بیا بشین رو فرمور این باگ پیدا بکن. من پروژه اینجوری زیاد سراغ ندارم تو ایران، مگه اینکه مصرف حالا دولتی داشته برای باگ پیدا کردن. ولی میبینید که سطح چیزا خیلی فرق داره. مورد مهم دیگه اینه که اگر میخواهید که بعداً آینده کار خوبی داشته باشین، سعی کنیم که بیشتر نوآوری بکنید توی کارهایی که دارین، نه اینکه تکرار و تقلید کارهای بقیه. پیدا کردن نوشتن اکسپلویت به فرض مثال واسه باگایی که پابلش میشن خیلی خوبه، آنالیز پچا خیلی خوبه، نوشتن ورژن وطنی یا ورژن شخصی یکی از ابزارهای اوپن سورسی که وجود داره برای تمرین یا برنامه‌نویسی واسه یاد گرفتن کانسپت کار خیلی خوبه. ولی برگ برنده رو اونایی دارن که یه چیز جدید رو کردن، یه ابزار جدید نوشتن، یه مقاله جدید نوشتن، یه ارائه جدید دادن. ایناست که بعداً به شما کمک میکنه تو کار گرفتن. مورد دوم ارائه تو کنفرانس‌های امنیتیه که خیلی 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 کمک میکنه. تقریبا میتونم بگم تمام کسایی که تو این کنفرانس‌های مطرح و بلک هات یا چیزای کنفرانس‌هایی که راحت‌تر میتونید توشون ارائه بدید تو اروپا هستن، مخصوصاً کسایی که تو این کنفرانس ها ارائه دارن و اگر ارائه واقعا خوبی داشته باشن و موضوع تکراری نباشه، تقریبا میتونم بگم همیشه یه پیشنهاد کاری پشت اینا بوده. یعنی به صرف اینکه طرف میاد ببینه شما یه تاپیک خوبی پرزنت کردی، وقت گذاشتی 6 ماه ریسرچ کردی، اتوماتیک شما رو اپروف میکنه، شما رو تایید میکنه واسه کار کردن توی سری جا. و دیگه حتی لازم نیست شما دنبال کار برید، کار میاد دنبال شما. دیگه اینکه چه کاری میاد دنبال شما، کی میاد دنبال شما، با چه پیشنهادی، با چه شرایط کاری، بستگی به کیفیت کاری داره که شما دارید ارائه میدید. هرچه قوی‌تر باشه خب مسلماً کسایی هم که میان سراغ شما شرایط بهتری بتونه ارائه میدن. مقاله های تخصصی همینجور توی حالا ژورنال های سکیوریتی هستن یه سری چیزا، یا مقاله های آکادمیک حتی، یا اصلا یه سری فورما یا یه سری میلینگ لیست هستن که شما اصلا یه مقاله رو خودت مستقل مینویسی، مرتب منظم اونو پابلش میکنی، ترجمه هم انگلیسی، چون فارسی خب کسی نمیتونه اونارو تحلیل بکنه. یه روش خیلی خوبه دیگه که شما میتونید خودتون رو بالا بکشید و بین بقیه به قول معروف سر نشون بدید، تولید ابزارهای متن بازه. خیلی از دوستایی که من میبینم کارهای جالبی گرفتن یا اصلا تو مصاحبه هاشون برنده شدن در مقایسه با بقیه، این بوده که یکی دو تا پروژه اوپن سورس جالب داشتن. حالا نمونهش زیاده، تو گیت‌هاب میتونید ببینید، ایده بگیرید انجام بدید، یا اگر ایده جدیدی هم نیست، همین که مثلا میگم وب اسکنر خودت اومدی با پایتون نوشتی، برای کسی که داره با تو مصاحبه کار میکنه ملاکی که ببینه تو برنامه‌نویسی و کانسپت کار بلدی. گزارش مشکلات امنیتیه که خیلی کمک میکنه به پیدا کردن وجه خوب برای کار پیدا کردن. اینکه شما مثلا تو مایکروسافت چند تا باگ گزارش دادی، این تو رزومت خیلی کمک میکنه. بعدا تخصص رو با کلاس هاست، اینا رو دارم برای افراد حرفه‌ای میگم، تخصص رو با کلاس های خاصه که خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا شما تمام وقتت رو میذاری هیپ اوورفلو و وب براوزر رو کار میکنی، مارکت خاص خودشو داره، تو تمرکز میکنی روی آرم اکسپلویتیشن، روی امبدد دیوایس ها، این مارکت خاص خودشو داره، تمرکز میکنی روی پیدا کردن و اکسپلویت کردن باگ روی بیسبند مودم روی موبایل، روی موبایل دیوایس ها، این مارکت خاص خودشو داره. وقتی پین پوینت بشی، خیلی تمرکز بکنی روی نکته خیلی خاص، یه سری دره جدید خود به خود باز میشه که بقیه میان به تو پیشنهاد میدن، تو لازم نیست دنبال اون کارا بگردی. که اینم حالا خلاصش اینجا نوشتم، تخصص روی پلتفرم های مختلف بود، امبدد دیوایس ها بود، سیستم عامل های موبایل، کرنل ویندوز یا لینوکس، مرورگرا، هایپروایزر ها، اینا کارهایی هستند که میشه روشون انجام داد. 6 دقیقه دیگه وقت دارم، من بقیه اینا رو تموم بکنم. مورد دیگه این که برای افراد حرفه‌ای کار از راه دور ممکنه وقتی ساکن ایران باشید، ولی خیلی خیلی مشکله، به خاطر اینکه خیلی شرکت‌ها تقریباً همه اروپا و آمریکا محدودیت قانونی دارن قرارداد بستن با شما. به صرف اینکه شما ساکن ایران هستید یا هویت ایرانی دارید، از نظر قانونی دستشون بسته است، نمیتونن به شما قرارداد ببندن. خب این یه چیز مشخصیه. روشی که حالا دور زدن تحریم، من نمیتونم بگم مشخصه چرا، ولی خب کار خوبی که شما میتونید بکنید اگر امکانشو دارید، توی کشور خاورمیانه، دبی، ترکیه یا جایی، کارتون رو اونجا شروع بکنید،
شرکتی اونجا ثبت بکنید و از اون طریق مسیرتون رو ادامه بدید. بیشتر از این نمیتونم باز بکنم. کار پروژه‌ای، اگر ساکن ایران هستید کار پروژه‌ای امنیتی رو بیخیالش بشید، خیلی راحت میتونم بگم، مگه اینکه کار اوپن سورسی باشه. به خاطر اینکه اول هم مشکل قانونی وجود داره، دوم مشکل اعتماد وجود داره. خب متاسفانه وجه جالبی نداریم ما به لطف شرایط اوضاع مملکت سیاسی، و فرض میکنیم که شما حالا به هر ترتیب یه نکته رو بگم، اگر واقعا خیلی حرفه‌ای و تخصصی توی سری زمینه‌ها که کار کردم، مثلا اکسپلویت نویسی توی یه پلتفرم خاص خوب بلدید، باگ پیدا کردن توی یه پلتفرم خاص خوب بلدید، شرکت‌های تجاری که خریدار اینجور چیزا هستن خودشون یه سوراخ سنبه پیدا میکنن برای جذب شما، زیاد شما لازم نیست درگیر اونا باشید. میشناسم آدمایی که ایران هم بودن کار کردن، من خودم باز تو این زمینه، یعنی دو سه سال آخری که ایران بودم کار میکردم با چند تا شرکت خارجی کار میکردم، ولی خب اونا کانال خودشون پیدا کردن واسه حل کردن مشکل قانونی. اگر واقعا تخصص داشته باشید کار هست. به فرض حل مشکل تحریم، اینجا نوشتم که شما میتونید به عنوان مشاور کار بکنید، که خب حداقل لازمش اینه که شما بتونید تو اروپا رفت آمد داشته باشید. کار در قالب باگ بانتی ها هست که فکر کنم یاشار دیروز یه خورده توضیح داد، منتها یه اشتباهی که خیلی ها میکنن از جمله یاشار هم اونو به اشتباه اشاره کرد، اینه که گول حقوق ثابت و درآمد ثابت باگ بانتی ها رو نخورید. درسته یه سری آدم ها هستن 7-8 نفر هستن که 1,000,000 دلار هم درآمد کردن، ولی اگه شما برید استاتستیک رو نگاه بکنید، کلیات رو نگاه بکنید، میبینید که اون چند نفری که چند صد هزار دلار، حالا حتی میلیون هم چند صد هزار دلار درآمد داشتن، در حد 10% کل تعداد افرادی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن. بالا پایین زیاد داره، به عنوان تنها منبع درآمدتون نباید باشه، مگه اینکه فول تایم روزی 8-10 ساعت میخواد براش وقت بذارید. اینو یاشا گفت. و باید همیشه یه بافری داشته باشید که یه ماه تو هیچ درآمدی نداشته باشید، ممکنه یه ماه درآمد خیلی خوب باشه، یه ماه هیچ درآمدی نداشته باشه. و لازمش هم اینه که با گوانتی خارج از ایران یک کانال ارتباط مالی باید داشته باشید، به خاطر تحریم خیلی با شما کار نمیکنن یا نمیتونن برای شما پول بفرستن. کار دیگه‌ای که تو شرکت خارجی میتونید انجام بدید کار به عنوان تحلیلگر بدافزارا است. خوشبختانه شرکت های آنتی ویروس رایج مثل کاسپرسکی یا چند تا شرکت دیگه که توی اروپا شرقی هستن راحت‌تر نیروهای ایرانی میگیرن. بچهای ایرانی من زیاد دیدم تو این زمین کار میکنن تو این شرکت ها. اونم گزینه خوبیه. خب لازمش اینه که تحلیل بدافزارا رو بلد باشین و مهندسی معکوس خوب کار کرده باشین. دو تا کار خوب دیگه که اگه متخصص هستین میتونین انجام بدین، کار به عنوان اکسپلویت نویس هست و کار به عنوان فروشنده باگ. اکسپلویت نویس خب تعریفش مشخصه، یه سری شرکت هستن تو اروپا هم زیادن، محصولات سکیوریتی دارن، IDS دارن، فایروال دارن فلان. یکی از پروسه‌های کارشون اینه که هر باگی که مایکروسافت پچ می‌کنه، بروزرها پچ می‌کنن، یه تیم دارن که واسه اینا اکسپلویت می‌نویسه و اونها این اکسپلویت رو تست می‌کنن ببینن پروداکتشون اونو تشخیص میده یا نه. این خودش زمینه کاری روز خودش و تقریبا هم میشه گفت راحت می‌تونید تو جذب بشید اگر که تو اکسپلویت نویسی مسلط هستید. کار به عنوان فروشنده باگی که شما باگ پیدا می‌کنه، حالا یا با فازینگ یا با کد ادیت یا هر چیز دیگه‌ای، دو تا مشتری هست، دو تا سه تا راه داره. یا به شرکت ها گزارش میدید مثل مایکروسافت و گوگل، خب کردیتش رو میگیرید، ممکنه یه پاداش مالی هم داشته باشه. دو دقیقه دیگه وقت دارم. ممکنه یه پاداش مالی هم داشته باشه، مستقیم خیلی بهتون کمک نمیکنه این قضیه، ولی خب کردیت خیلی خوبیه. ممکنه حتی خودمون اگه باگای جالب پیدا کنید کانال بشه برای کار پیدا کردن تو همون شرکت. دو تا مسیر دیگه داره، اینکه باگایی که پیدا میکنید یا به مشتریای تجاری بفروشید یا به مشتریای دولتی. دولتی خب تو ایران هم مشتریش وجود داره، شرایط کارش هم مشخصه. من اکیدا توصیه میکنم سرگله نزنید با کار دولتی با ایران، به خاطر اینکه اگر اخلاقی بخوام به این قضیه نگاه بکنیم، متاسفانه دولت ایران اخلاقی از خروجی این زمینه کاری استفاده نمیکنه. یه دلیلی که من خودم ایران کار دادم و ندادم همین بود مشخصا. و میمونه مشتریای تجاری، یه سری شرکت ها مثل زیرو دیام، مثل زدی آی هستن، اینا باگ میخرن. اینا با باگ بانتی ها فرق دارن. باگ بانتی ها رابط هستن برای شرکت های متفرقه که تو محصولات و تو وبسایت اونها باگ پیدا بکنید، ولی شرکت های مثل زیرو دیام، مثل زدیا یا الان تو اروپا زیاد شدن، شاید 20 شرکت جدید هستن که منبع و اصلا بیزینس اون شرکت پیدا کردن آدم های متفرقه هست که باگ پیدا میکنن، خریدن باگ و اکسپلویت از اونها و فروختنش به حالا وندور ها یا به گارن ایجنسی یا آژانس دولتی مختلف هست. این هم زمینه کاری هست که میتونه انجام بده. کسی اگه سوالی داشت میتونه به من جدا پیغام بده جزئیات اینا رو، یا اگر مورد خاصی داره من تا اونجا که بتونم کمک میکنم. 50 ثانیه دیگه داریم. آها،
شاخه های مهم و رایج کاری تو شرکت هم هست که من لیستوار اینجا میخونم برای کارهایی که میتونید اپلای بکنید خارج از ایران و شانس کار گرفتن دارید. مدیریت شبکه با گرایش امنیت، مهندس امنیت تو شرکت های بزرگ مثل گوگل و مایکروسافت که پروداکت سکیوریتی انجینیر میشید یا کد نویسی لازم داره، مشاور تست نفوذ عمومیه که خب همون پنتریشن تستی که تو ایران هم دارید انجام میدید و تست نفوذ تخصصی. وقت قبلی تموم شد، یه چند دقیقه صبر کنیم دوباره همه عوض بشن بحث رو ادامه بدیم و سوال بریم سراغ سوالا. یکی دو دقیقه صبر میکنم که دوباره کسایی که میخوان حوز بشن بیان دوباره بحث ادامه بدیم. مطالب آخرم فکر کنم تا شاخه های مهم رایج کاری خارج تو کشورها خارج از ایران داشتم میگفتم، اونو دوباره مرور میکنم یه دقیقه سریع. توی اون ویدیو قبلی تو استوری الان ذخیره شده، ویدیوش قرار شد بعدا ذخیره بکنیم توی اون قسمت آی جی تی وی اینستاگرام تی وی اکانت آفسکن، فکر کنم بتونم ویدیو رو بذارم ولی ویدیو لبه قبلی هست. خب بذار بریم ادامه بدیم مسیر که برسیم به سوالا، چون یه چند تا 22 تا سوال زیاده. خب داشتم میگفتم شاخه های مهمی که میتونید خارج از ایران توشون برای کار اپلای بکنید. مدیریت شبکه با گرایش امنیتیه که آسون ترینشه. تعریفش هم اینه که شما یه سری سرتیفیکیت، حالا یه سوال دیگه هم که خیلی پرسیدن اینه که سرتیفیکیت ها به درد میخورن یا نه. آره اگه خارج از ایران قرار رو کار بکنید داشتن سرتیفیکیت خیلی بهتر از نداشتنشه، ولی ملاک کلی نیست. داشتن مدرک دانشگاهی خیلی بهتر از نداشتنشه ولی الزامی نیست. توی زمینه‌های کاری که می‌خواید اپلای بکنید آپشن‌هایی که دارید، یکی مدیریت شبکه با گرایش امنیت. خب به قول معروف آچار فرانسه یه شرکت کوچیک میشید معمولا، شرکت‌های استارتاپی و شرکت کوچیک معمولا بیشتر تو زمینه میگیرن. یه نفر استخدام می‌کنن که کار سکیوریتی بلده ولی خب باید چاید هم بکنه، باید نتورک رو کانفیگ بکنه، فایروال باید مانیتور بکنه، برنامه‌نویسی و اسکریپت نویسی باید بکنه، اپلیکیشن‌ها رو باید تست بکنه. آچار فرانسه تقریباً این یه چیز خیلی رایجه که میتونید روش حساب بکنید کار پیدا کردن. یکی مهندس امنیته که شرکت بزرگتر میگیرن. حالا تعریف سکیوریتی انجینیر تو شرکت مختلف فرق داره، جاب دیسکریپشنشون و جزئیات کاری که انجام میدن توی گوگل مایکروسافت. سکیوریتی انجینیر رو شرکت خیلی بزرگ برنامه‌نویسی معمولا میگیرن که خب اون شرکت ها استخدامشون پروسشون خیلی مشکل تره. تحصیلات آکادمیک تقریبا میگن لازم نداریم ولی تمام کسایی که جذب میکنن حداقل لیسانس یا فوق لیسانس دارن تو این زمینه و باید واقعا تخصصی تو این زمینه کار کرده باشید، یعنی باید حداقل 7 سال 8 سال تو این زمینه حرفه‌ای کار کرده باشید که واسه مثلا یه پوزیشن سکیوریتی انجینیر بتونید اپلای بکنید. و پوزیشن‌های پنتریشن تست، مشاور تست نفوذ هست. یه سری شرکت‌ها اصلا مشاور عمومی می‌گیرن، یعنی سطح ارزیابی‌های امنیتی که انجام میدید عمومی و معمولی هستن با کلاسه که همه استفاده میکنن. یه سری شرکت ها هستن که تخصصی تر نیرو میگیرن، یعنی میگن که ما داریم نیرو استخدام میکنیم برای تست نفوذ ولی تمرکز روی امبدد دیوایس، تمرکز روی وب اپلیکیشن، تمرکز روی موبایل دیوایس ها و پلتفرم و زبان های مختلف هم گفتم. اکثر شرکت هایی که مشاور و به قول معروف کسی رو میخوان استخدام بکنن برای تست نفوذ تخصصی، تقریبا تمام موقعیت کاری که من دیدم حالا به جای رسیده زبان برنامه نویسی و حداقل باید زبان برنامه نویسی خیلی خوب به قول معروف فلوئنت و بلد باشین، حالا میتونه سی باشه میتونه جاوا باشه. مزیت سی اینه که زمینه کاریتون خیلی گسترده تر، پس اگر میخواید تو این زمینه حرفه‌ای و تخصصی جذب کار بشید
ریورزینگ رو حتما باید بلد باشید، یه زبان سطح پایین رو حتما باید بلد باشید، سی و اسمبلی رو باید بلد باشید، دونستن جاوا حالا یا پی اچ پی برای آدیت کد نه برای اپلیکیشن نوشتن همیشه پوان مثبت حساب میشه براتون. سرتیفیکیت تو سطح تخصصی کمک میکنه به نشون دادن خودتون واسه اینکه یه پله سی وی تون از بقیه بالاتر بشه، ولی تقریبا تو این مصاحبه‌ای که من خیلی هاشون دیدم براشون مهم نیست که شما سرتیفیکیت رو دارید یا نه، براشون مهمه که شما معلومات واقعا بلد باشید. یه اشتباه دیگه هم که خیلی دیدم میکنم تو رزومه‌شون خیلی قلاف میکنن بچه‌ها، کلی داستان می‌نویسن، شعر می‌نویسن، من اینو بلدم، من اون کارو کردم، این کارو کردم، اون کارو کردم، ولی همه رو به چلونی می‌بینی، یه سری معلومات سطحیه و خیلی جدی روش کدوم وقت نذاشتن. همچی کاری نکنید اگه می‌خواد رزومه بفرستید به شرکت. خیلی مختصر مفید، من اینو بلدم، تا این سطح کار کردم. حتی خیلی معمولی باشه رزومتون، ولی توی یه مصاحبه حضوری بعدن یا مصاحبه تلفنی جزئیات بیشتر باز بکنید، خیلی بهتر از اینه که بگید من خدای سی پلاس پلاس هستم، من خدای هکینگ هستم و فلان اینا، ولی بعدن تو مصاحبه مشخص بشه که اون چیزی که گفتید نیستید. اون خیلی بازخورد منفیش برای شما بیشتره تا اینکه بگید یه چیزی رو ای بلدم، ولی برید تو مصاحبه نشون بدید که واقعا خیلی خوب بلدید. طرفو به قول معروف خیلی چی میگن، خیلی اثر مثبتی میذاره اون طرف وقتی همچین برخوردی از شما ببینه. مصاحبه‌های کاری هم دیگه خب خیلی شنیدید که میگن فقط فن نیست، خیلی بس خیلی وقتا روی شخصیت شما تمرکز میکنن، روی طرز فکر شما، روی روش تصمیم گیریتون، روی روش حل مشکلتون تمرکز میکنن، مخصوصا شرکت بزرگتر اینا خیلی براشون مهمه. و دیگه شاخه‌های کاری دو تا سه تا دیگه هم که نوشته بودم بکنم فاک کردم اینجا. اکسپلویت نوشتن رو گفتم، تحلیل باگ و پچ ها رو، پچ دیفینگ و این چیزها رو گفتم که مارکت خاصی خودشو داره و توی شرکت بزرگ میتونید باش پیدا بکنید. و پیدا کردن باگ هم که خب گفتم اگر به فرض این که اگه کارتون خیلی خوب باشه و باگای جالب پیدا کرده باشید، باگ منظورم نیست که XSS رو فلان وبسایت یا RCE رو فلان سرور گرفته باشید، یه زیرو دی روی یه وب براوزر آخرین نسخه، یه زیرو دی یا کامند اکزیکیوشن روی مثلا یه اپلیکیشن سرور معروف مثل تامکت یا چیزای اینجوری، باگای در پیت نخ، چیزایی که واقعا طرف از شما بتونه بخره و مشتری داشته باشه بفروشه حالا به هر کسی که اون ور داستان هست. اگر تو این سطح باشید میتونم بگم که راحت میتونید کار پیدا بکنید، مشتری خیلی زیاده. خیلی زیاد منظورم اینه که حداقل 20 شرکت هستن که راحت نیروهای اینجوری جذب میکنن. اگر هم فول تایم استخدام نشید پروژه‌ای و متناوب میتونید با اینا کار بکنید. بریم به سراغ سوالا. خیلی خوب، چطور میشه وارد بازار کار اونجا شد؟ که خب توضیح دادم، باید حداقل به یه سطح متوسط به بالا یا حتی حرفه‌ای برسید. منظورم هم از حرفه‌ای اینه که توی اون کشوری که شما دارید براش اپلای میکنید 1000 نفر مثل شما با وسط معلومات شما وجود نداشته باشن، 10 نفر وجود داشته باشن که به اندازه شما به اپلیکیشن هکینگ مثلا بلدن. تو همچین شرایطی که به شما به اسپانسر ویزای کاری میشن، یا اگه برنامه‌نویس هستید به همون نسبت حرفه‌ای. راه های ارتباطیتون رو اعلام کنید، توییتر دارم، میتونید اونجا پیغام بدید، اگر لازم بود ایمیل هم میذارم. ایمیل که میتونید بزنید حمید hamid@oissg.org. میتونید ایمیل بزنید، ولی خب توییتر از همش دم دست داره دیگه. لطفا راه برای دورکاری برای کسی که امکان کار خارج از کشور رو هم ندارند، منظور دورکاری تو ایرانه یا خب فرضم اینه که همچنان این یه خورده سخته، ولی من میتونم روشی که خودم انجام دادم و بهتون بگم، پروسه که من خودم طی کردم و باعث شد مثلا روال کار گرفتن خارج از ایران من اینجوری بود که قبل از اینکه اصلا برنامه داشته باشم یا ویزا گرفته باشم یا هر چیزی، با همین OISSG من کار میکردم، یه فریمورک داشتم آماده میکردم مثلا ارزیابی امنیتی شبکه. در خلال کار کردن روی فریمورک یه سری داکیمنت بود، من کلی با آدم های مختلف آنلاین چت میکردم، ایمیل میزدم، سرکله میزدم، با اینا آشنا شدم. وبلاگ هم بود که بعضی وقتا فارسی بعضی وقتا انگلیسی مینوشتم. 2-3 تا کتاب نوشتم که خب
نشر عمومی نبود، برای مشتری بود و عمومی هم منتشر نشد، ارجام نمیشه جایی داد بهش. ولی خب توی همون پروسه نوشتن اون کتابا مثلا یکیش بود که همزمان شد با ریلیس کتاب دیتابیس هکرز هند بوک که دیوید لیتفیلد نوشته بود، اون کانکشن خوبی شد مثلا. و بیشتر بازخورد وبلاگم یا پستایی بود که توی فرمای دیگه بود، یا یه کار دیگه که من همیشه انجام میدم و بازخورد خوبی ازش گرفتم این بوده که کسی که یه مقاله منتشر کردن، یه ابزار منتشر کردن، میرم وقت میذارم واقعا از رو علاقه، نه که صرفا بخوام با اون طرف کانکشن بزنم، علاقه دارم که این کارو میکنم، میرم بالا پایین میکنم، مقالهشو میخونم، اگه به نظرم رسید چیزی بوده که طرف میتونسته بهتر انجام بده یا چرا فلان کارو انجام نداده، چرا این کارو انجام داده، شروع میکنی به طرف کامنت دادن، با طرف شروع میکنی سر کله زدن و مبادله کردن. یه چیزی هم میگم که یه حرف خنده‌داری که دوستام تو شرکت بهم گفت که گفت هکرها آدمای تنهایی هستن، خیلی خوشحال میشن وقتی ببینن یه نفر علاقه نشون داده به کارشون یا پروژهشون یا به مقالهشون، با آغوش گرم میان ازتون استقبال میکنن، امتحان کنین ببینید کسی یه ارائه‌ای داده یا یه مقاله نوشته، ولی کامنت و سوال درست حسابی، نه چیزایی که جوابش تو گوگل میتونی پیدا بکنی، یا به قول معروف فیک نباید باشه، سطحی نباید باشه، واقعا پیگیری اون داستان باشید. اینا خودش باعث میشه که کانکشن کاری پیدا بکنید، بعدا اون آدم ها به شما ممکنه پروژه ارجاع بدن، ممکنه شما رو ارجاع بدن به پروژه اوپن سورس دیگه، توی اون پروژه اوپن سورس کار بکنید و در نهایت اینا منجر میشه به کار پیدا کردن. من خودم بعد از اینکه رفتم سوئد تقریبا با سی او شرکتی که الان باش کار میکنم ایمیونیتی، قبل از اینکه اصلا از ایران خارج بشم من سرکله میزدم، حالا از محصولشون استفاده میکردم، ولی خب باز پروسه همین بود، یعنی فلان ورژن ریلیز میشد من میرفتم مثلا حالا کدشو میدیدم، یه چیزی نیاز داشتم میگفتم فلان فیچر اضافه بکنین، ولی توضیحات درست، فقط نمیگفتم فلان چیزو میخوام، میگفتم فلان فیچر میخوام، با این جزئیات یه صفحه دو صفحه توضیح مینوشتم که چرا اینو میخوام، چه جوری ایمپلمنت بشه. خب این وجه مثبتی داشت. دو ماه بعد از اینکه رفتم سوئد از همون شرکت ایمیونیتی پیشنهاد کار گرفتم و دیگه تا الان هم ادامه داره، 8 سال باش کار، تقریبا 8 سال خورده باشون کار میکنم. کشورهای اروپایی و ایرانی در حوزه امنیت اعتماد میکنن؟ آره اعتماد میکنن، اگه کارتون خوب باشه و اگه نشون داده باشین که آدم قابل اعتمادی هستین. پلنگ هکرها نه، بهشون اعتماد نمیکنن، اگه اسمتون قبلا چند جا بوده که بچه بازی در آورده باشین، اینا رو دارم میگم، یا خرابکاری کرده باشین، نه اعتماد نمی کنن. ولی اگه مسیر رو درست کرده باشین، سابقه کار خوبی داشته باشین، معلومات خوبی داشته باشین، اتفاقا به نظرم از شرکت های ایرانی خیلی بهتر اعتماد میکنن. مثالش هم خب منو خیلی افراد خیلی بچه های دیگه میشناسم که تو شرکت های دیگه دارن کار میکنن، کار خیلی خوبی هم دارن میکنن و هیچ مشکلی هم نداره. سوال دیگه، شانس ایرانی به خاطر روابط سیاسی کمتره یا نه؟ آره کمتره متاسفانه، ایران هیچ کارش نمیشه کرد مگه اینکه تنها راه حلش اینه که سوادتون رو بالا ببرین، تخصصی داشته باشین که بقیه نداشته باشن. اینو این برگه برنده همه جا جواب میده، چه تو ایران چه خارج از ایران. بخوایم عضو آفست بشیم چیکار باید بکنیم؟ این من نمیتونم جواب بدم، من اصلا خبر ندارم داستان چیه. برنامه‌نویس شدن سخته یا هکر شدن؟ بقال خوب بودن هم سخته، نجار خوب بودن هم سخته، تعمیرکار موتورسیکلت خوب بودن هم سخته، هیچ ربطی نداره این قضیه به هکر بودن یا برنامه نویس بودن. تنها سختی خاصی که رشته امنیت به نسبت بقیه رشته ها داره میتونم بگم و باعث میشه خیلی زود دل سرد بشن ازش اینه که مثل پزشکی، حالا پزشکی هم مثال جالبی نیست، مثل مهندسی نیست که شما 8 سال درس بخونید 30 سال از اون استفاده بکنید، شما باید 6 سال 7 سال فشورده هر روز خیلی بیشتر از بقیه وقت بذارید که تازه برسید به پله شروع و حرفه کار کردن، و بعد از اون هر روز باید مطالعاتون رو ادامه بدین، تحقیقاتون رو ادامه بدین. اینه که خیلیا رو زده میکنه، خیلیا اگه واقعا علاقه نداشته باشن بعد دو سه سال سرخورده میشن زده میشن از این رشته کاری. اگر اهل مطالعه نیستین، اگر اهل پیگیری روزانه و دائم هر روز یاد گرفتن چیز جدید نیستین، آره هکر شدن خیلی سخت‌تر از برنامه‌نویس شدن. رابطه خارجی با استخدام ایرانی ها چیه؟ گارد ندارن، استقبال میکنن که میگن ایرانی ها باهوشن. خب رابطه خارجی ها باز میگن به سواد شما نگاه میکنن، به رابطه اجتماعی شما نگاه میکنن و به برخورد شخصیتون نگاه میکنن. خیلی
گارد میگیرن درسته، به خاطر که ایرانی هستن تو بعضی زمینهای کاری، اصلا خب به خاطر محدودیت قانونی که داره، کسی که ساکن ایران هست یا کسی که نشنالیتی ایرانی داره رو نمیتونن استخدام کنن. اون بحث جدا. این که میگن ایرانی‌ها باهوشن، نه، ضرب هوشی ما اتفاقا طبق آمار نشون میده که از خیلی کشورهای دیگه پایین‌تره، آدمی خفنی نیستیم، ولی شرایط ما رو مجبور کرده که پشت کار زیادتر داشته باشیم، پوست کلفت بشیم. این پوست کلفتی فکر کنم نکته مثبته. ویزای کار سعود رو چطور میشه گرفت؟ اینو توضیح دادم. باید توی شرکتی که اینجا هستن بگردید باشون تماس بگیرید، رزومتون رو بدید و اعلام کنید که برای فلان پوزیشن که حالا دارن یا شما علاقه دارید دنبال کار هستید. معمولا یکی دوتا مصاحبه اسکایپ و آنلاین و این چیزا دارید. اگر از اون مصاحبه خوششون بیاد برای شما یه ویزای توریستی درخواست میدن که یه هفته معمولا دو سه روز میاد حضوری سوئد، حالا یه هر کشور دیگه حضوری شما رو تو آفیسشون میبینن، با هم صحبت میکنین و اگه اونم به سرانجام مثبت رسید در نهایت برای شما درخواست ویزای کار میدن. لطفاً پوزیشن کاری خودتون تو شرکتی هستید بگید. من سکیوریتی کانسالتنت هستم، پرینسیپال کانسالتنت هستم تو شرکت. کار روزانه‌ام هم اوایل چند سال اول پنتریشن تست بود، گرایش پیدا کرد و باگ پیدا کردم و الان تقریبا بیشتر وقتم رو تقریبا اکثر پروژه‌هایی که حالا پروژه‌ای که مشتری داره، نه پروژه ریسرچ، پروژه‌ای که مشتری داره بیشتر کد آدیت هست، یعنی اپلیکیشن که حالا با یه سی شارپ، با سی خیلی کمتر، خیلی سی تقریبا میتونم بگم بی سوادم توش، جاوا، پی اچ پی یا سی شارپ یا نرم افزار وب اپلیکیشن سورس کد، اونا رو میخونم، باگش پیدا میکنم، گزارش میدیم، همون رو برای پنتست معمولی که ایران هم هست. جدا از اون یه سری کار ریسرچ تحقیقاتی هم انجام میدم و یه سری پروداکت هم داره شرکتمون، سیلیکا، کانواس یا چیزای دیگه که کانواس یه چیزی از شبیه متا اسپلویت ولی نسخه تجاریه، اسپلویت برای اون می‌نویسیم. سیلیکا یه نرم افزار هست شبیه ایر کرک ولی خب خیلی شیک‌تر با اینترفیس گرافیکی واسه وایرلس هکینگ، روم وقت می‌ذارم از وقت، ولی خب کسی دیگه مسئول اون پروداکته. و کارا اینجوری، کار خیلی عجیب غریبی نمی‌کنه. چطور در شرکتی که کار میکنید اپلای کردید؟ اپلای نکردم، جاب آفر گرفتم بعد از اینکه خارج از ایران بودم به خاطر کانکشنی که قبلا داشتم. شرکت شما یونیتی فقط مموری کارپشن کار میکنیم، لاجیک هم کار میکنه، ما پیرزن خفه میکنیم، باگ لاجیک پیدا میکنیم، به اپلیکیشن تست میکنیم، هاردویر تست میکنیم، همه چی همه کاری انجام میدیم. کانادا گفتم خیلی معلومات زیادی ندارم راجع بهش، لطفا در مورد فارنزیکس هم توضیح بدید. فارنزیکس من تخصصی ندارم، یکی دو سال اوائل کار کردم، شاید 12-13 سال پیش، ولی زمین تخصصی من نیست، راجبش نظر نمیدم. در مورد سربازی چی کار کنیم؟ سربازی خیلی راحت میگم، اگه هر روشی یا هر راهی دارید که میتونید سربازی دور بزنید، بخرید کلیتون رو بندازید توی فان حمام، آب بکشه، مریض بشید، به هر کلکی شده سربازی اگه میتونید دور بزنید، وقت تلف کردنه. من واقعا 2 سال زندگیم هدر رفت و جزو بزرگترین چی میگن گنده ترین وقتی بود که تو زندگیم تلف کردم، با این که امریه داشتم، با این که تقریبا 70% دوره سربازیم کار تو زمینه خودم بود، چیز مخفی هم نیست، تو دانشگاه مالکشتر من کار میکردم، کار که نه، یعنی اونجا ببخشید توی دانشگاه مالکشتر کارم یه سری کار تحقیقات امنیتی بود، ریویو کردن یه سری پروداکت سکیوریتی ایرانی بود و یه سری کارهای دیگه هم که خب توی وبلاگم همون موقع خروجی کاراشو گذاشتم. با این حال میگم که سربازی وقتمو تلف کرد، با اینکه صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر میرفتم سربازی، مابقیش با یکی دو تا شرکت خارج از وقت کار میکردم. سربازی رو بپیچونید اگه میتونید. محدوده سنی برای کار امنیت در خارج از ایران؟ نه، مهم نیست، سواد و تجربتون مهمه. اتفاقا اگه سن خوبی داشت، سن پایینی داشته باشید و خوب پیشرفت کرده باشید، با دید بهتری بهتون نگاه میکنه. درآمد خودم چقدره؟ درآمد خودم لزومی نداره بگم، ولی خب توی حدود کسی که تو این زمینه کار میکنن با این سابقه تجربه بین ماهی 10-15,000 دلار هست تقریبا، نرم بازار اینه. من کارم شبکه است و میخوام برم سمت امنیت، یکم توضیح میدی؟ توضیحشو دادم.
باز راجب این توی توییتر قبلا نوشته بودم که اگر بیس شبکه دارید باید یکم مبانی سیستم عاملی یاد بگیرید، مبانی اسکریپت نویسی مثل پایتون اینا رو یاد بگیرید و بعد یکی دو تا کتاب عمومی امنیت و مثل راهنمای پنتریشن تستینگ کتابا رو بعداً معرفی می‌کنید. اون کتابا رو بخونید و بعد از خوندن اون کتاب که خودتون یه ذره دید پیدا می‌کنید که قدم بعدیتون چی می‌تونه باشه. راه سریع‌تر برای یادگیری انگلیسی در حد نیاز، سریع‌ترین راهش اینه همون که گفتم. یه کلاس دو ماه سه ماه فشرده برید و بعد از اون شروع کنید کتابایی که لازم دارید و قراره یاد بگیرید و خط به خط کلمه به کلمه بخونید، دیکشنری به قلستون باشه. کتاب اولی به نصفه که نرسیدید تضمین میدم که شروع کردید روون خوندن کتاب رو ادامه بدید. به کتاب دومی برسه دیکشنری هم لازم ندارید. اینجوری که بود من خودم یاد گرفتم. توضیح در مورد حوزه SOC بدید. تخصصی من کار نکردم، اطلاعاتی ندارم. درآمد متخصص یا مشاور امنیت در اروپا چقدره؟ بستگی به سطح تخصص و سوادتون داره و لول که کار میکنید. اگه جونیور باشید یه سطح حقوقی دارید، اگر جونیور بدون تحصیلات آکادمیک باشید یه سطح حقوقی دارید، سینیور باشید یا پرینسیپال باشید اینا سطح مختلف داره. ولی از میتونم بگم ماهی به یورو اگر بخوایم بگیم، از حداقل ما بخشید حقوق سالیانه رو میگم، از حداقل 50-60 هزار یورو در سال هست تا 180-90 هزار یورو بستگی به تخصص و زمینه کاریتون و شرکت که باش کار میکنید داره، چیز فیکسی نیست. زبان انگلیسی رو ببین، سریعت گرفتنش اینو گفتیم. فروش پاک به جایی مثل زیرو دیوان برابر نیست با فروش غیر مستقیم به دولتهایی مثل ایران؟ هم آره هم نه. مزیت شرکت های زیرو دیوم، حالا یه شرکت های مشابه اون یا حتی ایمینی، ما خودمونم یک سرویس که میدیم هم فروختن با این چیز هست، اینه که شرکت های خارجی یه سری گایدلاین دارن، یه سری قانون هست که اونا رو ملزم میکنه به تایید کردن کسی که دارن این سرویس و این باگو بهش میفروشن. ایران اولین داستان وجود نداره، هر دنبیل قشنگ داستان. دوم این که شما حالا ممکنه خیلی ها با این حرفی که من میزنم موافق نباشن، این نظر شخصیه، ولی به نظر من دولت ایران دولت قابل اعتمادی نیست تو این زمینه کاری. دلیلش هم به چشم بارها دیدم، آدمایی رو که دیدم، حالا خیلی واضح‌ترش اینه که به خاطر یه اکسپلویت ورد یا یه اکسپلویت پی دی افی که یه نفر نوشته و خوشحال بوده که داره با دولت کار میکنه و در راه حق ملی این داستانا کار میکنه، یه نفر 6 ماه رفته بیگناه زندان، یه نفر 2 سال انفرادی بوده، یه خانواده داغدار شدن، یه سری آدم ها از کار بیکار شدن، نتیجه همین کارا بوده. شما ممکنه یه دونه XSS داری تو فیسبوک پیدا میکنی و خوشحالی که داری اون رو ریپورت میدی، حالا یه پول خوبی هم واسش گرفتی، ولی باید به اینم فکر بکنی که کسی که داره این باگو از شما میخره چه سابقه ای داره تو استفاده کردن از این داستان. سابقه کار دولت ایران هم تو این زمینه مشخصه که چه کار کردن و تارگتشون چی بوده. وارد اون جزئیات نمیشه. آلمان از نظر کاری چجوریه؟ به نظرم خیلی خوبه، ولی یه مشکل گنده‌ای که از دوستام دیدم آلمان کار میکنن اینه که چقدر وقت دارم؟ اگه یکی این زیر میرا با من بگید چند دقیقه مونده ممنون میشم. آلمان تا جایی که من میدونم، اطلاعاتم دقیق نیست، ولی شرایط کار تو آلمان اگر شرکت اینترنشنال بزرگ نباشن، آلمان لازم داره که شما گواهی زبان آلمانی رو بگیرید بعد به شما اجازه کار بدن، که خب زبان آلمانی هم 2-3 سال حداقل باید فول تایم وقت بذارید واسه یاد گرفتنش. ولی بازار کار آیتی خوبی داره، اما از نظر درآمد به نظرم از انگلیس یا کشور اسکاندیناوی اوریج حقوقی که توی سکیوریتی میدن کمتره، مگر توی 4-5 تا شرکت خاص که اونها نیروی خیلی خاص و تخصصی میگیرن، کار عمومی نمیشه حساب کرد. داشتن چه مدرک خاص و سرتیفیکیت مشخصا لازم واسه اپلای واسه اون بر؟ مدرک دانشگاهی با نمره خوب، ولی مهمتر از اون کارهای اوپن سورس، کار مقاله، پابلیکیشن، چیزی که داشته باشید از اینا خیلی مهمتره. مدرک CEH رو وقتتون رو براش تلف نکنید، چیز مزخرفیه. اگر واقعا میخواید سرتیفیکیت بگیرید، به نظرم دورهای GIAC و دورهای SAMS خیلی از نظر علمی دورهای بهتری هستن. بریم تا تر سوالات. برای رسیدن متخصص تو اکسپلویت کرنل ویندوز چند سال زیاد داره؟ سالی نمیشه گفت، بستگی به پیش‌زمینه خودتون داره، ولی
حداقل یکی دو سال فکر میکنم طول بکشه که راه بیفتید. همه این شرکت ها مثل که همه دارم دولت رو کار میکنه، فروش اکسپلویت به امارستان و امارات، فروش اکسپلویت به عربستان و امارات به نظرم از ایران بدتره. خودتون میدونید، چیز شخصیه. کتابایی که گفتید رو تو کانال میذارید. آره، کار کردن در حوزه فارنزیکس چطوره؟ شرایط حرفه‌ای شدن داره؟ فارنزیکس هم مارکت خودشو داره، ولی خب برای کسی که تو ایران کار میخواد بکنه، تو ایران جای کار فکر میکنم خیلی زیاد داشته باشه، ولی خارج از ایران برای کسی که سیتیزنشیپ اون کشور نداره مشکل زیاد ایجاد میکنه، به خاطر اینکه فارنزیکس یه جاییه که شما درگیر یه سری پروسه قانونی میشید و تو خیلی از کشورها شما لازمه که شهروند باشید برای اینکه مجوز کارتون زمین، چون با دستگاه قضایی اون کشور داری سرکله میزنید یا پلیس، لازم که شهروند باشید. اینجایی که من میدونم، ممکن اطلاعاتم درد نباشه. وضعیت شغلی تخصصی کشف و آسیب پذیری در سوئد چطوره؟ سوئد فقط دو تا شرکت میدونم که باگ میخرن، که اونا تقریبا 99% مشتریشون امریکان. حدود درآمد گفتم الان سی برای شروع بهتر یا سی پلاس پلاس. این قضیه مرغ و تخم مرغ. سی پلاس پلاس فکر میکنم یاد گرفتنش آسان تر باشه. خیلی همین دوتا زبون رو متفاوت و جدا میدونم. درسته جدا هستن از هم دیگه، کاربردشون هم متفاوته، ولی شما یکی رو شروع بکنید خیلی راحت میتونید دوم یکی هم برسید. و یه کتاب خیلی خوب هست که بعدا معرفی میکنم، Art of Software Security Assessment، مفاتیح الجنان سی و سی پلاس پلاس هست برای خوندن تحلیل امنیتی کد به این زبان. باگ پیدا کردن روی مرورگر به روز دست کم یک سال وقت میخواد. خب خرزه، نه یک سال هم نه. اگر با فازینگ دارین این کار انجام بدین که صبح تا شب، ممکنه بستگی به متدی که دارین انجام بدین، ممکنه یه هفته دو هفته چند هفته کار بکشه، ولی خب خیلی ها رو میدونم که در عرض باگ پیدا کردن آسونه. اتفاقا پیدا کردن باگ روی نرم افزارها خیلی آسونه. چیزی که زیاد وقت میگیره و مشکلش میکنه اکسپلوت کردن اون، و مشکل تر از اون و چیزی که خیلی خوب پول بخاطرش میدن اینه که اکسپلویتی که شما می‌نویسید استیبل باشه و به قول معروف وپنایز باشه. اونه که باعث میشه واسه یه باگ اینترنت اکسپلورر که در حد پروف آف کانسپت هست $20,000 پول بدن به فرض مثال، ولی یه باگ وپنایز شده اینترنت اکسپلورر با سندباکس بایپاس و همه این داستانا $5,000 مثلا. من 5 سال رو اکسپلوت کار میکنم، زوریده پیدا نکردم، ادامه دادم به نتیجه میرسم. خب شما احتمالاً روش کارت شاید یه جا ایراد داره، میتونید به من پیغام بده ببینید داستان چیه، با هم صحبت کنیم. یه منبع خوب برای ریورز و فازینگ معرفی کنید. دو تا کتاب ریورزینگ هست، بذار لینک کتابا رو جدا بدم. برای فازینگ هم یه کتاب فازینگ هست، پدرام امینی نوشته، کتاب خیلی عالیه، ولی خیلی دیگه از رده خارج شده اون کتاب. فازینگ یه چیزیه که خیلی به روز موندن توش مهمه. من با این رو جدا معرفی میکنم. ولی یه بابایی هست توی توییتر، خیلی آدم کارکشته و حرفه‌ای است، دو نفر هستن توی زمینه فازینگ، به قول معروف پیشرو هستن. لینک توییتر اونا رو میتونم بعدا بدم که دنبال کنید. کار برنامه‌نویسی یا سکیور کدینگ درخواست بیشتر داره اونجا، یا پنتست؟ کار پنتست، چون شما اگر توی شرکتی برنامه‌نویس استخدام میشید، بعداً جزء وظایفتون خواهد شد که برنامه‌نویسی امن انجام بدید. دیگه همین بود. سوال آخر این بود. اگر چیز دیگه هست زیر بگید. سرتونم درد آوردم، امیدوارم که به درد کسی خورده باشه. یکی دو ساعت ویزه کار بگیرم میشه همزمان درس خوندم کار. اگر اونجا ویزه کار بگیرم میشه همزمان هم درس خوندم کار کرد اونجا؟ هم آره هم نه. وقتی شما با ویزای تحصیلی توی کشوری هستید، ساعت کار قانونی که اجازه دارید انجام بدید خیلی محدود است. شرکت ها اجازه ندارن با شما قرارداد فول تایم کاری ببندن، مگر اینکه شما بیاید یه ترم دانشگاه رو برید و یه کار خوب توی شرکت خوب پیدا بکنید و اون شرکت برای شما اسپانسر ویزای کاری بشه، ویزاتون رو تبدیل بکنید به ویزای کاری، و وقتی ویزای کاری گرفتید میتونید دانشگاهتون هم تو خیلی جا مجانی ادامه بدید. مثلا سوال اینجوریه که شما اگه ویزای کار داشته باشید، اقامت کاری داشته باشید، دانشگاه براتون مجانی میشه، شهریه نمیخواد بدید. اینم وضعیت این. دیگه چی؟ سن بالایم 34، من 35 سالم، نه سن بالایی نیست. با سابقه شبکه چقدر زمان میبره برای یاد گرفتن پنتست شبکه؟
اگر بیس شبکه و یه ذره برنامه‌نویسی هم بلد باشین و هر روز و فشرده وقت بذارین، در عرض یه سال دو سال راه میافتین در حد متوسط و ابتدایی. کریپتو رو با چه رفرنس شروع کنیم؟ کتاب بعداً لینک میدم، دو سه تا کتاب خیلی خوب هست، ولی یکم پای ریاضی هم لازم داره. واسه دانشگاه رفتن کامپیوتر رو بعداً امنیت هنرستان فنی بهتر است یا رشته ریاضی؟ تا قبل از دانشگاه بیشتر علاقه خودتون مهمه که چی مطالعه میکنین، خیلی فرقی نمیکنه. ولی من تجربه‌ام هنرستان بود، چون درس برنامه‌نویسی تو هنرستان یکی دو تا درس مبتدی داشتیم، از هیچی بهتر بود. ولی آینده کاری رشته ریاضی بهتره. فرق بین اگرای شاخص و خیلی موفق و بقیه رو چی مشخص میکنه؟ اول اینکه وقت میذارن خیلی ریز و دقیق مطالب و مطالعه میکنن. میگن فرق هکر با آدمای بقیه اینه که اون میشینه یوزر منیولا و رفرنس ها و کدو میخونه، بقیه این کار نمیکنن. پشت کار خیلی مهمه و دقیق شدن و وقت گذاشتن، ناامید نشدن. خیلی وقتا میشه که من روی چیزی شده دو ماه سه ماه وقت گذاشتم و هیچ نتیجه نرسیدم، در عرض یه روز دو روز یه هایی برق برگشته همه چی عوض شده. کار کردن تو کشور خبر منه مثل دبی بعد بیه مثلا سوئد. آها، این هم یه نکته خیلی خوبیه، یه روشی که خیلی ها ممکن راحت‌تر بتونن پاش به نتیجه برسن، اینه که تو کشور خاورمیانه با شرکت مالتی نشنال شروع کنید کار کردن. شرکت هایی که میدونید تو اروپا یا آمریکا دفتر دارن، یه سال شیش ماه دو سال با اون شرکت ها کار بکنید. تو حالا امارات فکر نمی‌کنم دیگه به راحتی به ایران یا ویزه کار بدن، ولی حالا ترکیه یا هر جای دیگه، تو اون شرکت خودتون رو نشون بدید و نشون بدید که استعداد و علاقه دارید و بعد توی اون شرکت میتونید درخواست بدید که مثلا منتقل بشید به دفتر اروپا، حالا یا هر کشور دیگه. این هم یه روش خوبیه که میخواستم بگم، فراموش کردم. مرسی یادآوری کردید. دیگه وبسایت آموزش رو بیخیال بشید، چیزی به اسم وبسایت باید وجود نداره، و کتاب بخونید، مقاله بخونید. توییتر هم جای خیلی خوبی واسه یاد گرفتن. بگردید کسایی که تو این زمینه تخصصی کار میکنن پیدا بکنید، لیست 100 نفر 200 نفر آدم رو دنبال بکنید. من خودم خیلی هاشون رو توییت میکنم، میتونید از همونجا شروع بکنید. یه ویکلی نیوز هم من دارم که خلاصه اخبار و وبلاگ و مقاله و چیزا جدید و هر هفته جمع و جور میکنم. این اتوماتیک هست، من کاری نمیکنم، اتوماتیک اینا جمع و جور میشه به عنوان یه خبرنامه، هر هفته داره منتشر میشه. چی بود؟ infosec ویکلی اسمشه. توی توییتر هم ببینید هر هفته اتوماتیک جنریت میشه، فرستاده میشه. خودم چند سالمه؟ از چند سالگی شروع کردم، گفتم 35 سالمه، از دبیرستان، از زمانی که اجازه رسمی قرارداد بستن داشتم 18 سالم بود شروع کردم کار کردن. کتاب ها رو فکر کنم تو توییتر قبلا معرفی کردم، بچه ها قبلا میذارم دوست. بهتر از سنس یا پرکتیکال بشه چی خوب به نظرتون؟ دورای سنس به نظرم بهتره، چیزی که میتونید کلاس رفتن بگیرید، ارزش پولی که میدید داره و سرتیفیکیت خوبی هم میگیرید و دورایش هم سخته، به این راحتی نیست مدرک گرفتنش. دیگه نوه ریپورت باگ به شرکت و ادبیات استفاده شده، اینو به نظرم برید باگ بانتی ریپورت ها رو بخونید. یه سری لیست ها توی یه سری لیست ها تو گیتاب هستن، آسام فلان ایندکس و فهرست گزارش های باگ بانتی هستن که فرستادم، رایت اپ های جالب، اونا رو بخونید. سبک گزارش نوشتن خوب دستتون میاد، لحن خوب دستتون میاد. دیگه منابعم که گفتی، سرتیفیکت اتیکال هکر به این خاطر گفتم وقت نذارید و چیز مزخرفیه، به خاطر اینکه فقط اومده یه سری ابزار رو خیلی سطحی و خیلی ناشیانه معرفی کرده و با ابزار معرفی کردن شما نمیتونید توی زمینه چیزی یاد بگیرید. ابزار رو کسی باید استفاده بکنه و کسی باید بره سراغش که مفاهیم خوب یاد گرفته. اگه شروعتون با ابزار یاد گرفتن باشه به جنریسی تو تیوار مطالب یادتون میده، به این خاطر که میگن سایه به درد نمیخوره. کدوم دوره سنس؟ بستگی به علاقتون داره، دوره فارنزیکس داره، دوره شبکه داره، دوره تست نفوذ داره، دوره داره تخصصی رو مموری کارپشن. لیست دوره‌هاش من فراموش کردم. توییتر که فیلتره، شما که دست به فیلترتون ماشاءالله خوبه.
دیگه چی؟ داشتن چه مدرک خاص سرتیفیکیت مشخصا لازم و سپلی کردن عمر اینو گفتیم. آیدی توییتر هم یادم میره خودم نمیشه. اچ کشفی اچ بذاریم بکنه. آیدی توییتر خودم اچ کشفی KASHFI. فاند گرفتن دانشگاه رشته امنیت خیلی مشکله، مگه اینکه معدل خیلی عالی داشته باشین و مثلا توی رده لیسانس یا فوق لیسانس حداقل یکی دو تا پیپر داشته باشین که بتونین فاند بگیرین. در غیر این صورت شانستون بیشتر تو دکترا هست که همون هم بالا پایین زیاد داره. از همون اول واسه ریپورت فیلم میفرستادم دیگه چی؟ به عنوان یه برنامه نویس آیا میتونیم امنیت برنامه خودمون رو تعیین کنیم؟ آره حتما. اینو با اگر برنامه نویس هستید و صرفا نمیخواید هکر باشید ولی میخواید برنامه نویسی امنیت بگیرید، کیورد هایی که میتونید شروع کنید استاتیک آنالیسیس یا سیکیورتی آدیت در ادامه زبان برنامه نویسی که مثلا جاوا سورس کد آدیتینگ یا جاوا استاتیک کد آنالیسیس. خلاصش هم میخوام بگم اینجوریه که یه سری API های خاص توی هر زبان برنامه نویسی هستن که خطرناکن، خیلی راحت میشه ازشون سوء استفاده کرد. کار شما به عنوان برنامه نویس این باید باشه که اونا رو بشناسید و روش های حمله به اونا رو بدونید و جلوگیری کنید از اونا. بهترین زبان برنامه نویسی برای اکسپلویت نویسی چیه؟ زبانی که شما توش از همه مسلط تری، پایتون، ولی خب خیلی دم دست داره. و سی. سن خوب برای شروع کار وجود نداره. اسکنرهای بزرگ دارن مثل دوینسپکت یا فلان فلان. اگه کسی بخره یا کرک کنه برای بانتی به درد میخوره؟ نه، کرک نرم افزار بهش دردی نمیخوره. کتاب‌های کالی لینوکس نظرتون چیه؟ کالی هم یه ابزاره، باید قبل از اینکه سراغ ابزار برید مفاهیم رو یاد گرفته باشید. پیش‌زمینه کاری در شبکه یا برنامه‌نویسی برای شروع مطالعه کار در زمینه امنیت لازمه؟ آره اجباریه، لازم نیست. توضیح دادم اینو. پیاز رو باید آبش بگیری برای کباب یا نه؟ من آب و کباب و پیاز نمیگیرم، کبابم میگم خوب میشه، مدارکش موجوده، عکس کباب کوبیده های خوبی دارم. ریاضیات در امنیت چقدر کاربرد داره؟ اگر سراغ رمزنگاری نرید خیلی لازم نیست، مگه اینکه بخواید کارهای تحلیل داده انجام بدید یا الگوریتم پیشرفته رو پیاده سازی بکنید. الگوریتم ریاضی به دردتون میخوره. ولی توی رمزنگاری جایی هست که اگر قرار کریپتوگرافی کار بکنید پایه ریاضی خوبی باید داشته باشید. پایه خوب هم منظورم اینه که در حد همون ریاضیاتی که تا سال اول دوم دانشگاه درس میدن اونا رو باید خوب بلد باشید. کدوم کشوری؟ گفتم سوئد. و همین دیگه، فکر کنم کاسه گذار جمع کنیم بریم پی کار زندگیمون. امیدوارم همتون موفق باشید، مواظب خودتون باشید، بیرون نرید، دست به گاز نزنید. این داستان قرنطینه کرونا هم تموم بشه، همه نجات پیدا بکنن، شرایط بهتر بشه واسه هم دیگه. شب و روزتون خوش. خداحافظ.